شروف که دایی من داری؟ بله بله سعی جان آه من خود میخوام شروف که مخصوص شده اشکالی الان سعی میکنی جا به جا بکنیم که مشکل حل بشه سعی الان تو چقدر وقت داری؟ من این چقدر وقت گیر شدم؟ آره چون خیلی استجاری نه نه، چقدر میتونی بمونه با ما، میخوام بیرم کنیم I'm fine، من بچه هم پیش بودم نشده اوکی، آریان، پس ما الان علی، علی دیگه برایشم میلاد، علی برایشم میخوایم صحبت بسید میخوای اکستنشن لید بیارم تا اینجا یه دونه دیگه؟ بزن مونه کشم گردم بزن بیارم، نه 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 خب خیلی ممنون دوستان مهمانان گرامی هموندان محترم برنامه بعد از آخو شروع میکنیم طبق برنامه که صحبت کردیم چون یه مشکل فنی داشتیم میلاد فقیهی راجع به دبیر خونه صحبتش رو میکنم و برش هم یه راست کتاب برنامه همون که با تأخیر ادامه پیدا نکنم تأخیر بیشتر هست ما همونجور که گفتم بعد از ظهر رو بیشتر سعی میکنیم به انقلاب اختصاص بدیم سعی میکنیم بیشتر راجع به چه کار میشه کرد برای اینکه از شر جمهوری اسلامی راحت بشیم اختصاص بدیم و دلیل اینکه کلن حزب ایران نوین شروع کرد به این مسیر سیاسی رو پیگیری بکنه و از کجا اومد و خواستگاهش بود هم صحبت بکنیم فقط برای اینکه برنامه صبحمون رو بتونیم تموم بکنیم و اون شمای کلی که دوست داشتیم از حزب ایران نوین و دفاتر مختلف داشته باشیم بگیم اگر میلاد عزیز آماده هست جزء دبیرخونه حزب صحبت بکنیم دوباره من فقط برای یادآوری بگم که ما 8 دفتر داشتیم دفاتر 8 گانه و دبیرخانه جدای از دفاتر 8 گانه جزء زیرمجموعه شورای اجرایی حزب ایران نوین هستش اگر مشکل فنیمون برطرف شد صدای میلاد داریم گوش می‌کنید بعد عکس میلاد هم لطفاً حساب بذارید بله بسیار عالی من سعی می‌کنم که به سرعت یه گزارش مختصر خدمت شما عزیزان بدم و بیشتر از این وقتتون رو نگیرم به نام ایران با درود بر عرض خیر مقدم به همه حضار گرامی و خصوصا هموندان عزیز حزب ایران نوین و همچنین عرض ارادت احترام و حضور مهمانان ویژه والا اعظم یاسمین پهلوی و جناب اعتماد بی نهایت مسرورم که این فرصت در اختیار این جانب قرار گرفت که به عنوان نماینده دبیرخانه حزب ایران نوین گزارش مختصری درباره عملکرد سال گذشته این بحث به حضورتان تقدیم کنم پیش از این اما شاید لازم باشد به اختصار به مهمترین وظایف بخش دبیرخانه در احزاب سیاسی اشاره داشته باشد می توان مهمترین وظایف هر دبیرخانه را 1. دریافت شماره گذاری و ثبت تمام بیانیه‌ها و دستورالعمل‌ها و کنترل آنها از منظر داشتن مهر و امضا 2. نگارش بیانیه‌های حزب و صورت جلسات 3. پیگیری مکاتبات تا حصول نتیجه نهایی با هماهنگی واحدهای مربوطه 4. نظارت بر حفظ محرمانه ماندن اسناد مدارک و اطلاعات حزب 5. ارسال یا ارائه نامه به مسئول مربوطه برای تعیین محل و نوع فعالیت که به آن ارجاع گفته می شود 6. ارسال نامه ها و بیانیه ها در قالب نشریه به حقداران و هموندان حزب 7. تولید نشریات برای حزب در قالب روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و یا سالنامه
بر همین اساس ما در دبیرخانه حزب ایران نوین با علاوه بر تمرکز بر اجرای وظایف مسئول پروژه های را نیز تعریف کردیم و برخی از آنها را به مرحله اجرا گذاردیم و یا در دست اجرا داریم. در ذیل اشاره کوتاه به آنها خواهم داشت. اگر امکانش هست بریم سلاید بعدی. ما در دبیرخانه با انتشار خبرنامه و ارسال آن از طریق ایمیل به هموندان و هواداران تلاش کردیم آن عزیزان را در جریان آخرین رخدادهای مهم حزب قرار دهیم و همچنین دبیرخانه با انتشار بیانیه‌های تحلیلی متعدد در واکنش به وقایع سیاسی میهنمان تلاش کرد در گامی بلند در راستای اعلام مواضع و رویکردهای حزب بردارد. برگزاری جلسات متعدد هفتگی و منظم برای تبادل نظر میان اعضای دبیرخانه در جهت هماهنگی بیشتر از جمله اقدامات دبیرخانه طی سال گذشته بوده است. همکاری نزدیک با دفتر امور رسانه حزب برای افزایش پتانسیل آگاهی رسانی از دیگر فعالیت‌های دبیرخانه بوده است. از جمله اقدامات در دست اجرا توسط دبیرخانه میتوان به تهیه و تنظیم بولتن داخلی اشاره کرد که به موجب آن علاوه بر ایجاد شبکه درون حزبی اعضای فعال آخرین مواضع حزب مطلع خواهند شد که این امر سبب پیشبرد سریعتر حزب در آینده خواهد شد. در پایان ضمن تشکر از همه همکارانم در دبیرخانه از بذل توجه همه شما گرامیان سپاسگزارم. خیلی ممنون. امیدواریم که به هر حال الان ایده‌ای داشته باشید که حزب ایران نوین اجزایش، دفاترش، شورای اجراییش، کمیته مرکزیش، کمیته اجراییش چگونه کار میکنن و چرا از الان بایستی کار تحزب، کار سازماندهی رو شروع کرد، از الان کادر سازی کرد، چرا بایستی از الان آماده شد برای روزی که جمهوری اسلامی نیست فضای سیاسی خالی نمونه و آماده بشه برای که روزی که دموکراسی مستقر میشه. و حال حزب ایران نوین کارش رو شروع کرده، فردا در روز انتخابات و رسمیت دادن به جایگاه دبیر نخست، اعضای کمیته مرکزی و از همه مهمتر تصویب اسنادشون، به هر حال همه این آیین‌نامه ها نوشته شده در این 7-8 ماه و آماده هستیم که هموندان حزب فردا تصویبش بکنن و ما بتونیم اولین قدممون رو در این راه مهم که با توجه به پیام والا حضرت یاسمی پهلوی، پیام شاهزاده و اون مسیری که بعد از حزب ایران نوین برای خودمون تعیین کردیم، مسئولیتی بر دوشمون گذاشتیم، بتونیم به حال اولین قدمش محکم بزنیم. باز هم ممنون از حضورتون. اگر اجازه بدین ما بحث رو ادامه بدیم با صحبت‌های مهمان عزیزم آقای امیرحسین اعتمادی گرامی که استفاده بکنیم و بعد از اون هم آقای سعید قاسم نژاد مهمان دیگرمون در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون. شما را حضرت با درود به همه دوستان حاضر در جلسه و همینطور دوستانی که به شکل آنلاین برنامه رو میبینن و حضور دارن. من در ماه آبان هستیم، سخنم رو آغاز میکنم با یادی از آریامهر فقید. دیروز زادروزشون بود. وقتی از آریامهر من این سدنی یک سال گذشته، هر وقت که ویدئویی ازشون میبینم یا مطلبی ازشون میخونم، ناخودآگاه یاد مجید رضا رهنورد میفتم، یاد کیان حسینی میفتم. شما صفحاتشون رو وقت نگاه میکنید از آریامهر با عنوان پدر یاد میکنم، با اینکه دو جوان بودن از دو نسل مختلف. مجید رضا شاید 21 سالش بود، کیان حسینی شاید 34 سالش بود، همسن ما بود تمام. در ماه آبان باز یاد میکنم از جانباختگان آبان 98، قهرمانان جاویدان وطن، پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، پژمان قلی‌پور، محسن محمدپور و زیاد ابراهیمی کتابدار و بسیار دیگه نزدیک، شاید بیش از 1500 کشته آبان ما. در آستانه روز کوروش هستیم. 7 سال قبل در 7 آبان ایرانیانی که شجاع و اغلب جوان تاریخ ساز شدن، یعنی من فکر کنم تاریخ سیاسی ما رو، تاریخ سیاسی معاصر ما رو تغییر دادن.
برای من و شاید برای خیلی از شما هفته آبان هفت سال قبل، هفته آبان 95 در پاسارگاد یک نقطه عطف به حساب میاد. و وقتی که از هفته آبان و از پاسارگاد حرف میزنیم بلافاصله یک سال بعدش، شاید کمی بیش از یک سال بعد، دی 96 اتفاق میفته. در واقع پاسارگاد هفته آبان 95 آغازگر یک جنبش ملیه که در دی 96 شکل انقلابی و براندازانه به خودش گرفت. اون بذری که در دی 96 کاشته شد با شعارهایی مثل رضا شاه روحت شاد، نقض ندیمان، جانم فدای ایران، فلسطین، سوریه، عامل بدبختیه. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه مربوط میشه به همین روزها. در آبان 98 باز آبیاری شد با خون شجاع‌ترین جوانان وطن. و البته اون چیزی که بعد انقلاب ملی بهش میگیم باید توضیح بدیم که هست. در واقع چیز نیست که در این یک سال گذشته و از قتل مهسا امینی، جاویدان مهسا امینی شروع شده باشه. انقلاب ملی ما از حداقل 6 سال قبل شروع شده، اگر نگیم از آبان 95، حداقل از دی 96 اون چیزیه که انقلاب ملی بهش میگیم. و بعد از دی 96 من دارم تاریخ رو مرور میکنم چون این مقدمه ازش میخوام نتیجه بگیرم. این بعد از دی 96 شما در مرور که میکنید تقریبا هر سال ما یک خیزش بزرگ رو داشتیم. در تابستان 97 یک خیزش باز داشتیم، در یادتون باشه همزمان با مسابقات جام جهانی بود. در آبان 98 داشتیم، در دی 98 بعد از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به فاصله چند ماه بعد از اون کشتار، مردم باز به خیابان اومدن. اگر شاید داستان کووید پیش نمی اومد اون جنبش خیلی زودتر ادامه پیدا میکرد. اون انقلاب ملی ما با این وجود در 1400 در اصفهان، در پاییز 1400 برای یک دور دیگری از اعتراضات رو شاهد بودیم. چند ماه قبل از خیزش مهسا در اردیبهشت و خرداد تقریبا یک ماه ایران شاهد اعتراضات گسترده بود، از گلپایگان بگیرید تا ایزه تا البته بعدش اون فاجعه متروپول در آبادان، مردم به خیابان ها آمدن. باز تاکید میکنم گفتن این تاریخ برای اینه که بگیم که ما در تاریخ از شهریور یا مهر 1401 شروع نمیشه. تاریخ این جنبش قدیمی تره. جانهای عزیزی از دست رفت متاسفانه تا این جنبش به جایی برسه که امروز درش هستیم. و هر بار هم بزرگتر شده، یعنی هر بار شما دیدید که دور جدیدی از خیزش اتفاق افتاد بزرگتر از قبل بوده و از همین الان میشه پیش بینی کرد که خیزش بعدی باز هم بزرگتر خواهد بود. و حال میخوام بگم که ما باید آماده باشیم برای خیزش بعدی. کاری که شما دوستان در حزب ایران نوین در کمتر از یک سال گذشته کردید و امروز در جلسه در بخش صبح در واقع قبل از ظهر گزارش‌هاش رو در ایران دفترهای مختلف دادن، به نظرم ارزشمنده. برای اینکه در کمتر از یک سال شما استراتژی تدوین کردید، شما در بخش‌های مختلف فعالیت‌هایی کردید که البته شاید خیلی دیده نشده، ولی حال میخوام به اونجایی برسم که چی کار باید کرد که دیده بشه. ببینید شما یک حزب ایرانگرا هستید، ما همه خودمون رو ایرانگرا میدونیم، اما باید این ایرانگرایی رو تبیین کنیم. در مرامنامه شما تبیین شده، از شاید حرفای من برای شما اصلا بدیهی باشه، ولی نیاز هست که شما به عنوان پیام آوران در واقع این ایرانگرایی برای عموم جامعه، برای در مقابل مخالفان سیاسیتون اصفار توضیح بدید که این ایرانگرایی چه ویژگی‌هایی داره. بدخواهانی هستند که میخوام بگم ایرانگرایی در مقابل آزادی خواهیه، ایرانگرایی در مقابل ترقی خواهیه، ایرانگرایی در مقابل حقوق زنانه، در مقابل حقوق بشره.
شما باید تو ما باید همین توصیه بدیم، باید دقیق بگیم که این بدخواهان دارن تحریف میکنن. جنگ روایت هاست، این جنگ روایت ها ما دست بالا رو داریم. ما باید با افتخار بگیم که ایرانگرایی عین حقوق زنانه. در تاریخ ما زنان فقط در یک دوره شهروند بودن رو، آزادی رو تجربه کردن، اونم در دوره پادشاهان پهلوی بود. باید با افتخار بگیم که ایرانگرایی عین دفاع از حقوق بشره. کوروش بزرگ 2500 سال که پدر ایران، در واقع پدر به عنوان پدر ایران رو میشناسیم، 2500 سال قبل منشور حقوق بشری رو تدوین کرد که پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا از او الهام گرفتن برای نوشتن قانون اساسیشون. ایرانگرایی عین ترقی خواهیه. حزب ایران نوینی که امروز صحبتش هم شد که تاریخش چیه، از دل کانون مترقی برآمد. اساساً ترقی و پیشرفت ایران در دوره پادشاهان پهلوی اتفاق افتاد. ایرانگرایی عین دادخواهیه. دادخواهی در ایران با کاوه آهنگر شروع میشه. بیرق کاوه آهنگر، درفش کاویانی، نماد ایرانگرایی و نماد دادخواهی. در چند سال گذشته نماد دادخواهی ما منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه، اینها بخشی از جریان ایرانگرایی هستند. نسرین شاکرمی بخشی از جریان ایرانگراییه. آقا ماشالله کرمی که در زندانه بخشی از جریان ایرانگراییه. و باید در مقابل روایت های دروغ که ایرانگرایی رو همونجور که گفتم میخواد در مقابل همه اینها قرار بده ایستاد. شما شاید رسانه نداشته باشید، شما شاید رسانه بزرگ، رسانه های بزرگ در دست جریان های دیگه ای باشید، ولی باید از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم. فرصتی هست همین امروز، رسانه ها اینجا هستن، بعضیشون شاید کمتر به شما میدان بدن، کمتر بهتون تلیگون بدن، از همین تلیگونی که امروز دارید در همین رسانه ها استفاده کنید و بگید که گفتمان غالبی که در ایران هست در همین یک سال گذشته، شما شعارها رو ببینید. برای چی من اون تاریخ 7-8 سال گذشته رو گفتم؟ برای اینکه شعارها خواسته های مردم در 7-8 سال گذشته تغییر نکرد. نوزن لبنان جانان فدای ایران شما در تمام 6-7 سال گذشته شنید، در البته قبل تر هم شنید، ولی این تداومش در 7 سال گذشته 6 سال گذشته غیر قابل انکاره. جانان فدای ایران، ایران رو پس میگیریم، غیر قابل انکار تداومش، چیزی نیست که در یک سال گذشته اتفاق افتاد. ترکیب زن زندگی آزادی، جانم فدای ایران، مرد میهن آبادی و البته سرنگونی طلبی که در شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر جمهوری اسلامی و شعارهای مشابه دیده میشه، مجموعه اینها سه خاص محوری رو به نظر من در 6-7 سال گذشته نمایندگی میکنه. یکی سرنگونی جمهوری اسلامی، دیگری آزادی خواهی و برابری طلبی نه به تبعیض، و بعد هم اون ایران خواهی که تاکید میکنم در شعار ایران رو پس میگیریم شاید بیشتر نمود رو داره. و باید ما بتونیم این گفتمان غالب رو درست نمایندگی بکنیم. گفتمانی که در جامعه ایران اکثریت رو داره باید در فضای مجازی، در رسانه ها بیشتر شنیده بشه، بیشتر دیده بشه، در مقابل روایت های غلط بیست. یک بخش دیگه که مهم هست جریان ایرانگرایی بتونه خودش رو تبیین بکنه همین بخش سیاست خارجیه. باز در 6-7 سال گذشته شعارهای محوری ما که در ضدیت با فلسطین محوری بود، در ضدیت با اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی بوده، از همون شعار فلسطین رها کن، فکری به حال ما کن، سوریه رها کن، فکری به حال ما کن، تا همین امروز که نغزه نه لبنان جان فدای ایران سر داده میشه، و بعد شعارهایی که در همین روزها میبینیم که مردم به شکل علنی در ورزشگاه ها چطور دارن
حتی حمایت خودشون رو نشون میدن علنی در ورزشگاه، در خیابون، به هر شکلی که میتونن دوستی خودشون، پیام دوستی خودشون رو با ملت اسرائیل، با دولت اسرائیل نشون میدن. این هم باید بخشی از به نظر من اون مأموریتی باشه که جریان ایرانگرا باید بر عهده‌اش هست. میخوان که اینجا دیگه فقط بدخواهان نیستن، متاسفانه بخشی از دوستان همین اشتباه رو میکنن. ما باید اینجا من اینو بگم، باید هم خیلی مهمه. ما در این جنگی که بین خیر و شر هست در منطقه ما و مربوط میشه به ما، ما باید موضع بگیریم. نمیتونیم بگیم بی‌طرف هستیم بین اسرائیل و حماس یا اسرائیل و گروه‌های تروریستی که مرتبط هستن با جمهوری اسرائیل. بی‌طرفی معنی نمیده. ما باید اینجا موضع بگیریم و موضع داشته باشیم. و دوستانی که حرف از بی‌طرفی میزنن در واقع دارن در زمین دیگری بازی میکنه. ما در جریان ایرانگرا باید نشون بده که در بر اساس منافع ملی خودش دوست اسرائیل هست، دوست یهودیان هست، در مقابل اسرائیل ستیزی، یهودی ستیزی، آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی و جبهه 57 نمایندگی میکنه، جریان ایرانگرا باید بیسته و روایت متفاوتی بده، چون این روایت متفاوت در آینده ایران تاثیر داره. جریانی که آزادی خواه هست، ایرانگرا هست، باید نشون بده که صلح طلبه، باید نشون بده که در مقابل محور شرایط جمهوری اسلامی جریان ایرانگرا دنبال صلح، دنبال دوستیه برای مردم ایران، برای مردم منطقه و در نهایت برای کل دنیا. بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، به همتون تبریک میگم برای تمام زحماتی که در ده ماه گذشته کشیدید. براتون آرزوی موفقیت. مرسی امیر، مرسی بابت حرفای درستی که زدی و به هر حال استفاده از نظرات کسی مثل تو قطعا یکی از نکات مهمی هستش که ما هم در دفاتر مختلف، هم در سطح کلان در کمیته مرکزی حزب نوین جزو برنامه‌هاش قرار خواهد داد. قطعا با مشورت به هم و همه عزیزانی که توی مسیر می‌خوایم به یه نتیجه‌ای برسیم، اولین قدم سرنگونی جمهوری اسلامی است، دومین قدم دوران گذاری شاید با تنش کمتر، شاید بهترین پیش بینی بشه اینو گفت، تا به اون دموکراسی برسیم. همه نیروهای ایرانگرا و ملیگرا بایستی به همدیگه کمک بکنن. اگر ما در این جریان هستیم، همونجا که صبح گفتم، با یک ائتلاف سیاسی با احزاب دیگه، اون مدلی که قبل از ایجاد حزب بود از بین بره، در دنبال مدلی باشیم، به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. خیلی ممنون، امیدوارم که سعید ارتباطش درست باشه و ما صدا رو داشته باشیم و آقای قاسم نژاد عزیز استفاده میکنیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی، صبح خیلی زود هستش در امریکا و این خیلی ممنون که استفاده میکنم ازم. ممنونم سعید، امیدوارم صدای ما راحت بود. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، ماه آبان برای ما ایرانگراها هفته شاهان هست، ساز روز شاه فقیر، روز کوروش و ساز روز ولیعهد رضا پهلوی و یادآور اعتراضات شکوهمند آبان 98 هست. و برای جریان مقابل برای 57 ها اون چیزی که در ماه آبان بهش افتخار میکنند حمله به سفارت آمریکاست که یکی از گنباهای در واقع بدبختی روی بر ایران حاکم شده. من برگزاری نخستین کنگره حزب ایران نوین رو به همه شما دوستان عزیز شادباش میگم. از اینکه فرصت دیدار حضوری با شما رو نیافتم متاسفم، البته شما خیلی چیز زیادی از دست ندادید، یک طبقه آدم احمق و بداخلاق چند ثوابتی بدی از من اونجا. خیلی سپاسگزارم که فرصت به من دادی چند دقیقه ای خوش من صحبت کنم. از این طریق نام ایران نوین یادآور چندین و چند چهره درخشان های سیاسی ایران هست، از ندی منصور، امیر عباس بریدا، فرخ پارسا، هر سه منشأ خدماتی بی‌نظیر در
بازسازی و بهروزی و پیشرفت ایران بودن و هر سه در مسیر حفاظت از ایران به شکل ناجوانمردانه به دست پاسداران ارتجای سیاه به قتل رسیدن. این نام ایرانوبین چه تاریخ پشت سرش چه معنای نهفته در واژگانش یک مسئولیت سنگینی بر دوش شما میگذاره، مسئولیتی که نیازمند دانایی و سلحشوری در پیمودن مسیر درست و دانایی در تشخیص مسیر درست. تاریخ ایران پر از شده احزاب سیاسی که هیچ اثری نداشته. احزاب مؤثر انگشت شمارند و اونها که مؤثر و مفید بودن انگشت شمارتر. بچه مشترک احزابی که مؤثر بودن در تاریخ ما احتمال اونها به عمل بودن و بچه مشترک اونهایی که مؤثر و مفید بودن تمرکز در فعالیت های عملی در مسیر درست. کار حزب سیاسی تغییر جهان نه تفسیرش. من از همه شما دوستان خواهش میکنم دعوت میکنم در حزب ایران نوین در انجام فعالیت هایی که سود عملی و مشخص در مسیر دیدون داشته باشن تمرکز کنم، چون که فقط از این طریقه که میتونید اعتماد مردمی رو که عامل توانمند شدن شما چه در مسیر پیروزی و چه در فردای پس از پیروزی خواهند بود جلب کنید. من قبلا که مدت ها دانشگاه بودم وقتی که جلب تر بودم امیدوارم که جاهل تر من بودم خطاب به کسانی که عمده تن از من جلب تر بودم و امیدوارم که از من جاهل تر هم بوده باشند نوشته بودم که آلات عمل باشید نه مسترهای دانش. برخلاف حرفایی که دادم در خواسته 15 سالی تا 30 سالی که میتونه به عمدتا حرفایی بیوده است، فهم کنم این همچنان یه توصیه خوبی هستش. جمهوری اسلامی الان یک بنای معوج و بدقواره‌ای هستش که روی یک پی بنا شده کنم پی هر روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. وظیفه همه ما در هم کوبیدن این امارت شوم و دوباره ساختن ایران هستش. در این مسیر دشمنان ایران تحلیل زنم به مردم که دین ایرانیان و باز پس گرفتن ایران دریایی از خون فاصله هست. من یقین دارم که ایرانی ها از این دریای خون عبور خواهند کرد و نمیخوام اشاره بکنم که این دریای خون با خون شکستن بود رو خواهد شد. همونطور که شیرزن بختیاری ماهوری میهن مادر کیان ایران از صمیم قلب فریاد زد که ما ملت کبیریم، باور دارم که ما ملت کبیریم. ایران رو پس خواهیم گرفت و دوباره خواهیم ساخت. خیلی ممنونم از وقتی که من دادی. پایان دیگه. مرسی از تو سعید عزیز که دعوت ما رو پذیرفتی از راه دور صبح زود. مرسی دوباره از امیر عزیز، از والا حضرت یاسمین پدری که دعوت ما رو پذیرفتین. و به هر حال یه نکته مهمی هم که هست که ماه آبان هستیم و هم به درستی اشاره کردیم که ماه پهلوی است. روی میزها اگر دیده باشین یه سنجاق سینه هست به امضای آریامهر که آران کمانگر عزیز یکی از اعضای حزب ایران نوین، هموندان عزیز حزب ایران نوین که اگر آران نبود ما این مراسم رو در بروکسل نمیتونستیم داشته باشیم، هدیه آران هستش به همه بازار اینجا با امضای آریامهر و اون سنجاق سینه و از آران باید تشکر بکنیم بابت زحماتی کشید بابت اینجا. ما الان باید در خدمت شما باشیم، پنل گفتگو، ای که افتخار بدین صندلی ها رو بذاریم و صحبت رو شروع بکنیم. آقای احمدی ای که لطف بکنیم. برای زبان فارسی هم میشه گفتیم و شنفتن بسیار بوده.
برخاطر من سالا رو خدمت والا حضرت انگلیسی میگم، ایشون هم انگلیسی پاسخ میده. خوشم هم بفهم. Science and someone who has witnessed the Iranian movement for decades, what achievements has the movement inside or outside made in the last year? Well, first I'd like to say that, thank you again for having me. I spoke earlier in Farsi, and I think, as I said in my speech earlier, that having segments of these programs in English is very helpful. I left Iran when I was 9 years old, and I know that there are many who are my age and younger who perhaps are not so comfortable and don't always fully understand all of the discussions that are had in these amazing conferences. So I think some of the stuff that we'll talk about may be repetitive for the people here, but I think it's important to speak in a language that hopefully, especially the younger generation, whether they be in Europe or in America, will be able to understand us. Now, as far as this year and all the years past, I would say that since the passing or the murder of Mahsa Amini, definitely I've personally seen a great deal of unity among all ages, sectors, both inside and outside. It's been really, really heartwarming for me. My husband and I, of course, have been in this on this road for many, many years, and it was a rather lonely one at times. And despite all the heartache of this year and all the young people we've lost, what I've noticed is that our community is exceptional. We've come out, we stand together, week after week, we were in the streets, both inside Iran and outside Iran. There was a unity of slogans, both inside and outside. There was finally an acknowledgement that this regime must go. I think that was huge for everybody, because as many of you know, that used to be an issue. The phrase regime change was toxic, and nobody wanted to say it. And in fact, I myself experienced this in the heart of Washington, D.C., in the so-called democracy of the world,
where I was asked not to participate in a protest with other like-minded people because we were asking for regime change and they were asking for, I suppose, not quite sure really what they were asking for other than perhaps reform. That along with the fact that it's really, really wonderful to have our national flag. I think, again, it's a symbol, but it's a very, very valuable symbol because I think no matter from what part of the political aisle as Iranians, I think we've agreed that this is a symbol of our country and we're proud of it. And so, thankfully, that dispute has somewhat been resolved as well. I can go on and on about our achievements, but I think maybe if you want to follow up with specifics, I'm happy to answer. We see solidarity with the Iranian revolution, but we don't see any practical political action against the Islamic Republic. What do you think Iranians should do, and who can the Iranian diaspora help in this process? That's a good question because sometimes we all do feel a little bit helpless. The goal seems so daunting year after year. As Amir said, we've had uprisings inside Iran and sometimes we are very, very disappointed when things don't change inside. However, I think we've all learned a lot, and this year I've seen such amazing mobilization of all, again, sectors of our community. I personally had no idea how vast and how strong our community is, how intelligent, how influential we all are in every kind of career. And I think what is now perhaps important to do is to learn a little bit perhaps from some other groups that have had success in creating change outside of their own country in the countries in which they reside, in democracies in which they reside, using democracy to be able to advance our own interests in our country, Iran. So what I would say may seem very elementary, but basically what I hear from congressmen in the US at least and their staffers is that we as a group, as the Iranian diaspora, if we could at least agree, and I think this we can do, if we could agree on 3 or 4 actionable items, things that we all, I think right off the top of our heads, we could agree to. For example, except for in the US, which they've already done, but putting the IRGC on the terrorist list, or at least to have politicians who can say this regime must go, it is no longer legitimate, and that we will not allow them to come and speak at our forums and give them platforms and legitimize them. There are so many things that are now going on in the US, but I think, you know, there was the NASA Act. It truly was a grassroots organization type of thing in order to have the sanctions against Iran become permanent and be enforced. Even just all of us agreeing to pressure our governments, the governments that we live under, to at least enforce the sanctions that currently exist. All of these types of things is to answer your question, is that, you know, when we have the opportunity, we should vote as a bloc, and we should take signals from the politicians in the democracies in which we live and see who it is that's speaking our language, who it is that seems to understand what we're trying to do. We are standing for freedom for women,
We are standing for equality and freedom for the LGBTQ community. We are standing for basic human rights, children's health, everything that people in the democratic world that we live in value. That's what we're fighting for. So we need to make sure they understand that our dreams and hopes are the same as theirs. And so again, I would just in summary say, when you get the chance to influence a policymaker, don't speak in big ideological ways. Sit down, write a list, leave them that list, and I think that's already the first step to making some positive changes. Thank you. Let's talk about issues of Middle East. Hamas terrorist attack. How do you think this plays into our national revolution in Iran? Well, first I would like to once again give my condolences to the Israeli people and to Jewish people and to the Palestinians, the ones who perhaps they didn't see this coming, many of them perhaps. I do feel that the massacre, it was indeed a massacre by a terrorist organization, Hamas, who we all know directly is supported and trained by the Islamic Republic. And I think this actually leads into another point where we in the diaspora can ride the wave of the issues that come up in the world. If we could ride the wave and relate it back to our fight, back to the problem in, that we all agree is the Islamic Republic in the Middle East, and the way that they have, in these 40-some years, exported their terrorist ideology and harmed so many civilians and military people of other countries, we should be able to immediately relate this back to our fight. And we have so many partners, if only we could explain to them how we are all interwoven and how all our goals are related. I did just write down briefly during lunch that, for example, there's a list of things that have occurred in these past years that we can trace back directly to the regime and its ideologies in Iran. There was the Madrid bombings in 2004 that killed 192 people. There was the London underground bombing in the UK Metro that killed 52 people. There was the Charlie Hebdo murders in France that killed 149 people. There was the concert bombing in Manchester in the UK that killed 22 people. There was the attack in Belgium here, the Liège attack that killed 4 people in 2018. It was just the stadium attack just last week that killed 2 people here in Belgium. And recently we found out what we all, Iranians all knew, was that the Marine Barracks bombings in 1983, where 241 US Marines and 58 French Marines were killed. And Iran has now finally, officially I suppose, I'm not exactly sure what that means, but we knew they were responsible for that. And of course there's a Ukraine plane, there's we can go on and on, right? So what I'm trying to say is that, yes, this tragedy in Israel, and I know as a community, we feel their pain very directly because we ourselves have been
under siege and being massacred for decades. But really, this is the new low, the atrocity that the world has to pay attention to. And as Amir said earlier, we cannot be sort of in the middle or be morally ambiguous. There is only one side if you're a human being, in my opinion, and that side is against Hamas and against the Islamic Republic. Thank you. Despite the naked violence of Hamas, we see that there is growing support for such terror groups in Europe and America. What's the reason for this support? Yes, actually, this is something that I've just recently really become very aware of, and that is the indoctrination and radicalization of young people in democratic countries, in Europe, in the US, in Canada. We already know that there's indoctrination occurring in the Middle East. We already know in Iran that children in school, in their textbooks, are taught to hate Jews, to hate others, to hate America. But what is even, I think, more frightening is that right under the noses of democratic leaders, we see these mosques, and I'm sorry that I have to generalize, unfortunately, there are a lot of these activities that happen in mosques, in community centers, in Islamic schools, and what is going on there is pure sort of, they're recruiting young minds and they're teaching them to hate, to fight, to I'm not always clear on the vocabulary they use. It's a jihadist, I don't know, whatever they call it. But in the end, what's happening is what we all saw this past week or so. Hundreds and thousands of people in these capitals of democratic countries holding up flags of Al-Qaeda and ISIS and Hamas. And it's truly, if people were sort of unaware, I think this past week or so, everyone is now aware. Now, what can we do about it? There are, unfortunately, what these folks are doing is that they're hiding behind laws. In these democracies, there are laws. Of course, there's freedom of religion. And of course, there are charities that allow for money to come in, supposedly for charitable reasons. However, if we manage in Europe to designate the IRGC as a terrorist organization, we might be able to allow vehicles for governments to, and also not just governments, but tech companies and other organizations to be able to stop these folks from operating in these democracies. It's the money laundering going on. There is direct links to Iran. The money that is being sent, many of these places invite actual officials from the IRGC or from other or parts of the Iranian, I don't even know what you want to call them, they're certainly not the Iranian military, but they come and they actually are invited. They get visas, they come, they talk, they train, they rile people up, and then all these things that I just told you happen because young people get radicalized. So I really think that we need to make sure we make it clear that this is happening.
And lastly, I would just like to say that everybody here is that we have to make sure that we become a block. We have to vote as a block. And if we could get our allies, we have many natural allies, as I mentioned earlier. We've got the Ukrainian people that are suffering directly because of the Islamic Republic. We have now, sadly, we've always had Israel, but now we sadly have probably a lot of Jewish allies all over the world who now see the results of doing nothing, that we all have to do something. I think the Venezuelans, I know they're trying to fix their government, but they're allies of ours as well. Basically, any group who believes in freedom, who believes in human rights, we should be able to convince them to stand with us. And we all certainly should agree together and vote as a bloc so we can be like the Cuban lobby, like the Jewish lobby. We can be that. We have the numbers and we have the influence. So let's really try to agree, at least on a few things, so that we can help the people inside, because they certainly are bleeding, dying, risking everything every day. And this is the least we can do for them. Thank you. As a last question, you are very popular among Iranians, both inside and outside. You inspire many young Iranians, and many look up to you. But what kind of responsibility do you think this is? This carriers, or what pressure does it put on you? Thank you for the premise of the question. I don't know. It's hard to gauge popularity, and it's certainly not something that I think about. I personally feel that, especially in this day of social media, that we should probably tune out both the praise and the ill-intended communications that come through. I think that this responsibility that I feel today is mainly because I see this new generation as being my children. And I have three daughters, and they've had the privilege of growing up in with freedom. And I really could not turn away, and I think that goes for a lot of people who perhaps in these past years have been living their lives and have been less than political. None of us can put our backs to these people, to these young people, or to anyone in Iran anymore. Because for me, it's just there is no option. We cannot ignore this, and that's the responsibility that my husband has always felt, that my mother-in-law has always felt. They have never, ever once wavered towards their dedication to bring freedom and democracy to Iran. And I have to admit that I did in fact shield myself and my children for a long time, because maybe some of you have heard me say, but I did in fact resent an entire generation of Iranians. I resented them for what they did to my husband's family. I resented them for all the years where they didn't seem to think that what my husband was doing was the sacrifice that I know he was making. But regardless of all that, they have never wavered. And I have now, these children are my children, and I won't waver either. Popular or not, I'll try to do the best I can to be their voice. Okay, thank you.
خیلی ممنون واقعا باعث افتخار ماست که هر چیزی رو شما گفتیم و هر دعوتی که کردیم پذیرفتید و ما رو استفاده میکنیم از این روی باز شما و با هم سوء استفاده نبوده باشه. ما برای اینکه بریم قسمت بعدی که وارد واقعا مرحله صحبت راجع به انقلاب بشه، من پیشنهاد میکنم که اگه دوست دارین به حال ناهارم چون بوده تو این فاصله چند دقیقه‌ای که تا جابجا بکنیم، فکر میکنم قهوه آماده است اگه میخواین استفاده بکنید، فکر میکنم مثلا 5 6 دقیقه اگه میخواین قهوه بخورین آبی استفاده بکنید تا ما هم صندلی بردیم و هم که دوستانی که آنلاین هستن و میخوان صحبت بکنن آماده بشن که پخش بکنیم. فکر میکنم مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه ای که تنفسی میخوایم بکشیم بخوایم یا اینکه قهوه بخوریم، فکر میکنم 10 دقیقه مناسب باشه در خدمت هستیم. 10 دقیقه دیگه
گروه دانش آموختگان لیبرال ایران شد، از همان سال و در جلسات کتابخانی در زیرزمین دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شد. دوران سخت ریاست احمدی نژاد را تحت سخت‌ترین فشارها در دانشگاه به گسترش تشکیلاتی و انتشار مانیفست لیبرالیسم پرداختیم. بسیاری از دوستانمان به جوانیشان را در زندان گذراندند. به یاد بیاوریم که در دوران سخت‌تر ریاست روحانی و برجام گفتمان براندازی به غایت مهجور شد. به یاد بیاوریم از دیدن حمایت از برجام چطور دندان خشم بر جگر درد می‌فشردیم، که چطور به نویسندگان نامه 30 نفره برای تحریم سپاه و جمهوری اسلامی تاختند. از اوج برجام تا آبان خونین تنها 4 سال فاصله بود. از اوج برجام تا خیزش مهسا تنها 7 سال فاصله بود. سفری به درازای تاریخ. 5 سال پیش که فرشگرد را پایگذاری کردیم، مورد هجوم عساکر 57 قرار گرفتیم که شعار ایران را پس می‌گیریم بوی خون می‌دهد. بیاد بیاوریم از کجا به اینجا رسیدیم. پیروزی گفتمان براندازی بیش از هر چیز محصول ناکارآمدی ساختاری جمهوری اسلامی و پایمردی کسانی است که بیش از 4 دهه فریب نقش مار جمهوری اسلامی را نخوردند و از اینکه در اقلیت و زیر ضرب حمله رسانه باشند نهراسیدند. ما هر کدام در یک پیچ تاریخی به این جمع پیوستیم. امید ما به آینده نه به سان امید خوشدلانه امید بذر هویتی ها، بلکه بر ساخته تلاش روزانه و تصویر روشنی است که از گذشته و آینده داریم. هدف ما مشخص است. هدف ما برچیدن این نظام ناکارآمد و جایگزینیش با یک سیستم توسعه محور و انسان محور است. ما ایران را از 57‌های مهمم و مکلا پس می‌گیریم. ما برای براندازی و پس از آن برنامه داریم و برنامه ریزی می‌کنیم. از برنامه ریزی و تلاش صحبت کردم، جا دارد از دوستانی که دوستان کمیته برگزاری این کنگره تشکر کنم که بار سنگین برنامه ریزی و اجرای این کنگره برگردنشون بود. برای پس گرفتن و ساختن ایران باید خندق‌های دور نظام را پر کنیم تا رژیم تنها به نیروهای نظامی وابسته باشد و در نهایت با شکستن وحدت نیروهای نظامی سرشت نظام را از هم بپاشیم. هر قدمی که برمی‌داریم یا دیگران برمی‌دارند باید بر همین اساس سنجیده شود، نه هدف‌های احساسی کوتاه‌مدت. اتحاد با هر گروهی باید بر همین مبنا باشد، نه تلاش برای کثرت عددی کوتاه‌مدت. آینده از آن ایران است و دیوار ظلم فرو خواهد ریخت. منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. خیلی ممنونم دوست. مرسی احمد عزیز، مرسی یادآوری که چه راه سخت رو اومدیم. واقعا یه موقعی بود که تنها بودیم، ولی الان دیگه میتونیم بگیم که تنها نیستیم، حامیای زیادی داریم. یه موقعی بودش که زمانی که ما یه نامه نوشتیم به ترامپ، فقط فحش خوردیم، فقط حمله دیدیم، فقط حمله شنیدیم از دوستان نزدیک، از آشنایان، و فکر میگن که ما که میگیم سپاه رو تحریم بکنید، داریم میگیم که ایران رو و مردم رو تحریم بکنید. ما که تو نامه نوشتیم برجام رو پاره بکن، همه به ما حمله میکردن که شما میخواهید که ایران وارد جنگ بشه. ولی امروز فکر میکنم دیگه همه مردم میدونن که برجام چه بود، سپاه چه واسه تحریم میشد، و این مسیر رو خیلی خوشحالیم که اومدیم و امروز باز هم با قدرت میخوایم ادامه بدیم. این بار در یک فضای دیگه، فضای سیاسی، با یک حزب سیاسی، از الان تا معلوم نیست. امیدواریم که حزبی بشه دوباره ایران نوی، که مردم خوشحال باشن که اعضایش رو به مجلس بفرستن و به دولت بفرستن. اگر مهران عزیز هست، آقای مهران انصاری گرامی، خیلی خوشحال میشیم که اگه مشکل صدا هم اگه برطرف شده که بیشتریم. ممنونم مهران.
درود بر شما. امیدوارم صدای من هم به خوبی برای شما میاد. متشکرم. درود بر شما. تشکر از برگزار کنندگان و درود سلام ویژه به مهندس یاسین پهلوی. من امیدوارم زیاد صحبت نکنم و قبل از اینکه موتورم گرم بشه خلاصه حرفم تموم بشه. چیزی که من میخوام بگم اول اینکه چقدر حیف که من متاسفانه نتونستم اونجا باشم. چقدر حیف اما خوشحالم که حداقل از این طریق در خدمت شما هستم. من میخوام راجع به این صحبت بکنم که چرا داشتن سازمان حزب مهم هست در پروسه برنامه‌ریزی. اول یه تعریف مختصر و کوتاهی از حزب میدم، خیلی ساده از سازمان میدم، خیلی ساده است، همه ما شاید میدونیم به نوعی سازمان چیه. خیلی ساده، یه سری آدم هستن که تحت یک ساختاری و با یک برنامه‌ای برای یک هدف میخوان کار بکنن. و خیلی شبیه همین حزب ایران نوین خود هست، درسته؟ اما چه وجود داشتن یه همچین سازمانی مهم هست؟ ولی ما نمیتونیم به قول این جمهوری اسلامی چی ها هیئتی کار بکنیم، یعنی نمیشه هیئتی کار رو جلو برد. من میخوام به پنج نکته اشاره کنم که چرا مهم هست. حتما دلایل دیگری هم وجود داره، اما پیش از اون میخوام به یک تصور غلطی بپردازم و اون همین هست که خیلی وقتا شما شنیدید از خیلی از این کارشناسا و تحلیلگرها و فعالان میاد که ما مستقلیم، به هیچ جا وابستگی نداریم، به همین دلیل حرفامون هم معتبرتر هست. خیلی این انگاری غلط من رو به یاد اون طرفی میندازه، اگر خاطرتون باشه، که خیلی از رسانه ها میگن. ببینید اگر کسی عضو حزبی نیست، عضو سازمانی نیست، اختفایی نداره و شاید اصلا نشون بده که اگر داره فعالیت سیاسی میکنه خب احتمالا کار تیمی نمیتونه انجام بده. اولین نکته ای که من میخوامش اشاره بکنم از اون پنجتایی که گفتم، بحث سیستم محوری به جای شخص محوری است. ببینید وقتی ما این ساختار داریم، یک سیستمی خواهد بود و مثلا یک کمیته مسئول تبلیغات خواهد بود، این مثال که در اون کمیته اگر پنج نفر عضو باشن، با سه نفر یا چهار نفر بر اساس هر آنچه که اساسنامه یا دستورالعمل‌های اون حزب هست کار کماکان میتونه انجام بگیره و نبود یک نفر کار رو بیه زمین نمیذاره. همین موضوع باید که کارها که نکته دوم هست تداوم و پیوستگی داشته باشه و منجر به جریان سازی بشه. ببینید یک مثالی خیلی آشنا برای همه ما این طوفان‌های توییتری است. شما نگاه بکنید هشتگ معرفی میکنن دو دقیقه قبل از طوفان و بعد یکی آندرلاین میذاره یکی نمیذاره، همونجا یه سری اختشاش هایی تو همون هشتگ گذاشتن به وجود میاد و بعد حتی اگر موفق باشه بعد که تموم میشه این طوفان توییتری همه خلاصه میرن سراغ کارشون و شروع میکنن به موضوع بعدی بپردازن مستقل از اینکه آیا به نتیجه رسیدن یا خیر. در یک سازمان منطقا نباید همچین اتفاقی بیفته، چون پروسه هایی وجود داره که ما رو به اون هدف ببره. مسئله بعدی که من واقعا اسمی بهتر از تولید نتونستم روش بگذارم که نکته سوم که میخوامش اشاره بکنم این هست که ببینید وقتی شما یک پروسه دارید، در اون پروسه یک فرایندهایی وجود داره که آدم ها از یکدیگر یادگیری متقابل خواهند داشت، آدم ها توسعه خواهند یافت و همچنین نیروهای جدیدتر و جوانتری که وارد اون سازمان و اون جریان حالا در این مورد خاص حزب سیاسی میشن میتونن رشد پیدا بکنن و این کار باعث تولید چهره های جدیدتر میشه که این چهره های جدیدتر اصطلاحا آبیده شدن، در پروسه های مختلف قرار گرفتن، تصمیم گیریشون، طرز فکرشون سنجیده شده، در مقابل اون جریانی که من همیشه اسمش رو میذارم آدم ها یا فعالیه بادکنگی که یک شبه یا یک ماهه در یک تخته میخوره معروف میشن، حالا به هر دلیلی چقدر ما در همین سال گذشته و حتی سالیان گذشته دیدیم که اینها چقدر میرسن که انرژی که و اون همافزایی که ایجاد شده بود رو با هم به هدر بدن. از ما یکی از امیدهامون این هست ما بتونیم با داشتن یک سازمان سیاسی آدم های جدیدی رو معرفی کنیم و آدم های موجود رو پخته تر بکنیم و زبده تر بکنیم. مورد چهارم، تو این سال گذشته به خصوص خیلی حرف از اتحاد شنیدیم، خیلی حرف مهم و خوبی است البته، اما دونستن مرزبندی ها مشخصه. وجود یک سازمان سیاسی، یک حزب سیاسی که لیبل داشته باشه، که مشخص باشه که
چه حرفی میزنه، اون حرفی که میزنه منبعش کجاست. به اضافه اینکه اگر ما رجوع کنیم به خیلی از کسانی که در اون فتنه 57 نقش داشتن که مملکت ما رو خلافتشون، خیلی از اونها حالا به راست یا دروغ یا برای توجیه میگن ما گول خوردیم، ما نمیدونستیم. وجود احزاب خوب حتی پیش از براندازی، وجود سازمان‌های خوب میتونه این مرزبندی‌ها رو مشخص بکنه و دیگه این بهانه‌ها گرفته میشه. دیگه معلومه که کسی که دغدغش ایران هست با اون که دغدغه شام و یمن داره، اون که دغدغش ایران هست با اون که دغدغه فردا و قبیله خودش رو داره، راهشون از هم جدا و مردم خیلی راحت‌تر میتونن تصمیم گیری بکنن که کدوم سمت میخوان بایستن. و همین رو هم باز ما دیدیم در این سال گذشته، وقتی مرزبندی ها روشن نبود، وقتی خیلی فضای خاکستری وجود داشت، چطور یه دونستن متاسفانه از این فضا سوء استفاده بکنن. مورد آخری که من میخوام بهش بپردازم که واقعا شاید بشه گفت به نوعی مهمترین هست در حرفای احمد اشکیال از نوعی بود، در حرفای دیگر هم چهده شده، حرف جدید نیست. ببینید ما صحبت از براندازی میکنیم دوستان، صحبت از براندازی جمهوری اسلامی میکنیم و خیلی همون فکر میکنیم که هدف نهایی براندازی جمهوری اسلامی است. خیلی ها فکر میکنم، نگم خیلی همون، خیلی ها اینچنین فکر میکنن. اما فراموش نکنیم آوان سال 1395 رو، زمانی که اون جرقه این انقلاب ملی به اعتقاد من اونجا شکل گرفت، ایران رو پس میگیریم و دوباره میسازیم. باز پسگیری ایران همون بحث براندازی است. اون براندازی مایلستون مهم هست برای اینکه ما بتونیم ایران رو بسازیم، چون ما اعتقاد داریم و وجود جمهوری اسلامی نمیشود ایران رو ساخت. پس ما به فردای براندازی هم باید فکر کنیم، اینکه ما بتونیم یک کار جمعی با هم داشته باشیم، اینکه بتونیم، این دیگه خواهش میکنم اگر بقیه حرفای منو نشنیدید یا به نظرتون نبود، این دیگه مهمترین قسمتش است. اگر بتونیم اون ایگوهای فردیمون رو کنار بگذاریم برای نام مقدسی به نام ایران، یعنی فکر بکنیم که چه چیزی منفعت ایران هست، چه چیزی منفعت ایرانی است، و بر اساس اون بتونیم با هم کار تیمی انجام بدیم و ایگوهامون رو کنار بذاریم که فلانی فلان روز من چی گفت. نه، ما امروز در یک کار تیمی برای بازپسگیری و برای ساختن ایران دور هم جمع شدیم. من خیلی وقت شما رو بیش از این نمیخوام بگیرم. حرفا میخوام با یک گزاره یا یک جمله معروف از شاه فرهنگ پایان ببرم که میگفتن بیایید همه به ایران فکر کنیم، بیایید همه به ایران فکر کنیم. پاینده ایران به خدا. دوستان همه در حال مصاحبه هست با تلویزیون، من با اجازتون مهمان بعدی رو معرفی میکنم. آقای علیرضا کیانی از ابتدای شکلی حزب جزء افرادی بودن که نقش مهمی داشتن در شکل دادن سازمان، و خب به هر حال از این جمع 8 نفره شورای اجرایی خارج شدن تا کارهای پایه‌ای‌تری در زمینه شکلی شورای مرکزی حزب بکنن. نقش ایشون در طول این مدت 10 ماه و بصیرتی که همراه خودشون به داخل حزب آوردن همواره راهنمای ما بوده. از ایشون تقاضا می‌کنم که صحبتشون رو شروع بفرمایید. علیرضا عزیز در خدمت شما هستیم. درود. مهدی جان صدای من هست؟ بله بله. عرض درود و ادب دارم خدمت حاضران و بزرگواران حاضر در نخستین کنگره حزب ایران نوین. سخنم رو به یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایران آغاز می‌کنم و بر سرقامتان سرفراز اسیر در بند ضحاکی درود می‌فرستم. همچنین بر بینندگان کنگره به ویژه همیهنانم از درون ایران، آن جان رنج دیده و زخم کشیده، آن میهن باستانی و کهن، عرض درود و ادب دارم. علاقمندم به عنوان یکی از همبندان حزب ایران نوین به صورت ویژه از
شاهزاده رضا پهلوی بابت پیام دلگرم کنندشون سپاسگزاری کنم. این پیام سند افتخار در واقع حزب ایران نوینه. همچنین خدمت والا حضرت یاسمین پهلوی مراتب سپاسگزاری خودم رو به عنوان یکی از هموندان حزب ایران نوین ابراز میکنم که علارغم مشغله های فراوان نخستین کنگره حزب ایران نوین رو شایسته و لایق حضور حضرت خودشون دیدن. نام نامیرای پهلوی وسط اومد و هفته شاهان اشاره میکنم و زادروز شاهنشاه آریامه و زادروز ولیعهد ایران زمین شاهزاده رضا پهلوی رو شادباش میگم و نام کلوش کبیر رو برای مبارک ساختن سخن ذکر میکنم. نخستین کنگره حزبیه که از بعد به شکل گیریش باهاش بودم و الان با ذوق دارم میبینم ده ها انسان میهن پرست، دانشمند و آدم حسابی عضو این حزب هستند. یاران حاضر در این جمع همه اهل فن هستند و صاحب سخن. من بی تعارف خوشه‌چین خان سیاست ورزی این حضرات هستم. خیلی دلم نمیخواد به همین علت درباره سیاست نزد سیاست ورزان ادای فضل نداشته داشته باشم. کمی میخوام حرف دل بزنم. برای عنوان این سخنرانی که فکر میکردم عبارت فاتحان نزاع آخر رو به رفیق شفیق حامد شیبانی راه پیشنهاد کردم. این عبارت برمیگرده به دوره عضویت من در گروه دانشجویان لیبرال. من از سال 87 البته در ایران فعالیت تشکیلاتی رو آغاز کرده بودم در مازندران، اتفاقا با دوست گرانقدرم دکتر رضا عرب که الانم در اینجا تشریف دارم. اما در امتداد کار تشکیلاتی و پس از فعالیت در دانشگاه حدود 10 سال پیش با افتخار به گروه پر افتخار دانشجویان لیبرال پیوستم و فعالیت در گروه دانشجویان لیبرال رو در خدمت رفقای این گروه آغاز کردم و این عبارت فاتحان نزاع آخر رو برای یکی از مطالب کوتاه خودم انتخاب کرده بودم. این مطلب رو الان در دست ندارم ولی مضمونش به کوتاهی این بود که نگاهی که گروه دانشجویان لیبرال دنبال میکنه نگاه کیوس خواهد بود و ما فاتحان نزاع آخر هستیم. همونطور که رفیق گرانقدرم دکتر احمد اشکیار در سخن خودش اشاره کرد، اون دوره حقیقتاً دوره خاصی بود. در اون دوره خامنه‌ای تونسته بود با فریب بنفش رژیم جور و جهر رو از رخداد 88 عبور بده و کمتر کسی بی‌تعارف این جنس رجسخونی ها و این جنس حرفا رو از اون میخرید. ولی پایبندی به اصول هستش که از کنشگر تشکیلاتی یک تصویر شکوهمند درجه میکنه و دشمنت رو وامی داره که تو رو جدی بگیره و دوستت رو بهت دلگرم میکنه و ازت تصویری قابل اعتماد برای ملت ایران خلق میکنه. ما بر اصول خودمون ایستادیم، ذره ای از ضرورت سرنگونی رژیم اسلامی و برپایی یک نظم لیبرال و ایرانگرا کوتاه نیومدیم و الان داریم میبینیم که این سخن چه اندازه فراگیر شده. اما به هر حال در اون دوره این حرف ها شنیده نمیشد. ما به راه خودمون ادامه دادیم و در امتداد چنین مسیری بود که در اوج قهقهه اعتدالیون در درون کشور و سرمستی نایاکیون در بیرون کشور به ریاست جمهوری آمریکا نامه 30 نفره نوشتیم و از ضرورت تحریم امپراتوری مالی خامنه ای و سپاه پاسداران انقلاب 57 گفتیم. ناسزا شنیدیم ولی از ضرورت بیان حق پس نکشیدیم تا اینکه در دی 96 ملت ایران بغض 40 ساله خودش رو در خراسان پالید کرد و پدر ایران نوین رضا شاه بزرگ رو در مشهد، در گوهرشاد مشهد به شهادت گرفت که این ملت هیچ نسبتی با نسبت 57 و هیچ کدام از خوبان ندارد. تحلیلگرانی که قدرتی خدا هیچ کدوم از تحلیلاشون در این سالها درست از آب در نیامده، اون خیزش پر افتخار رو که سرآغاز انقلاب ملی ایران بود با میزان درک نداشته خودشون سنجیدن و شورش گرسنگان خطابش کردن و تمام تلاش خودشون رو کردن هیچ صدایی از این انقلاب در دنیا شنیده نشه. اینجا بود که رفقای خوشنگیش و خوشهمت ما به تأسیس فرشگر همت گماشتن و از ضرورت درهم شکستن توطئه سکوت گفتن. نام دانشجویان لیبرال و فرشگر که وسط میاد، نام امیر حسین اعتمادی ناخواسته وسط میاد و چه حقیقتاً چه ناخواسته مبارکی.
امیر حسین اعتمادی رفیق منه، دوست منه و صمیمیت و دوستی موجب میشه آدم عظمت رفقاش رو نبینه. ولی امیر اونقدر در گروه دانشجویان لیبرال و گروه فرشگرد تاثیرگذار بود که حتی برای ما دوستانش هم حکم به یک برادر بزرگ کامای بزرگی رو در واقع حس کردیم. دقیقاً مانند حرفاش در امروز که دلسوزانه و برادرانه بود. همینجا حقیقتاً میخوام از امیر اعتمادی به عنوان یک ایرانی، نه به عنوان یک دوست و بهز به ایران نویست سپاسگزار باشم که خار چشم رژیم ایرانی حاکم بر ایران به هر حال از شهریور 97 که با همت دوستانشون امیر شبکه که فرشگرد تأسیس کردیم تا شهریور 1401 که موج نوینی از انقلاب ملی ایران آغاز شد، تمام همت خودمون رو بسیج کردیم که خاری باشیم در چشم اجامل رسانه‌ای. در داخل ایران نیروهای حافظ امنیت جمهوری اسلامی خانواده های ما رو آزار میدادن و روزنامه های سپاه، روزنامه های وطن فروش سپاه ما رو وطن فروش میخوندن و در خارج ایران در تلویزیون های فارسی زبان و شبکه های اجتماعی این به اصطلاح تحلیلگران ما رو تندرو میخوندن و بر صورت آبان خونین 98 چنگ میکشیدن و میگفتن ایران رو پس میگیریم بوی خون میده. تا این که به همت ملت ایران در شهریور 1401 با آدرس های سرراست و مستقیم مواجه شدن که از قلب خیابون های ایران نه اینوری رو نشونه میرن، نه اونوری رو نشونه میرن، بلکه مستقیم بیت رهبری رو نشونه میرن. دنیا فهمید که در واقع داستان چیه. خون مهسای ایران زمین بر زمین نموند و به حرمت اون خون جهان صدای انقلاب ملی ایران بشنید. پس از پیروزی بزرگ ملت ایران در افکار عمومی جهان و در هم شکسته شدن توطئه‌ی سکوت، حس کردیم ضرورت کار شبکه‌ای که در فرشگرد انجام می‌دادیم به پایان رسیده و بایستی به کار حزبی بیندیشیم، چون در قالب کار حزبی بود که می‌تونستیم به صورت تشکیلاتی و تأثیرگذار نقش خودمون رو در بازتاب و تحقق اون چی ملت ایران از انقلاب ملی می‌خواد بهتر انجام بدیم. به ویژه توصیه های همیشگی شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ضرورت کار حزبی در گوش ما بود. تصمیم گرفتیم به سهم خودمون در پر کردن خلل کار حزبی در عرصه سیاست‌ورزی ایرانی بکوشیم و این گونه به سمت تأسیس حزب ایران نوین رفتیم و بگونه ذره کار و افتخار من اینه که هموند حزبی هستم که تلاش میکنه تجلی واقعی و حرفه‌ای از کار حزبی در عرصه سیاست ورزی ایرانی باشه. فقط هم این اعضای رسمی حزب نیستن. امروز دیدم دکتر سعید قاسمی نژاد افتخار دادن و در واقع به عنوان مهمان ویژه صحبت کردن. ما از راهنمایی‌های امثال سعید چند اندازه استفاده بردیم و من اینجا به عنوان یکی از اعضای هیئت مؤسس ایران حزب ایران نوین می‌کنم این رو که در حزب ایران نوین برجستگی هموندان به تاریخ عضویت اونها یا جایگاه تشکیلاتی اونها نیست، بلکه به میزان تاثیرگذاریشون تعارف نداریم. ما نیازمند عضویت افرادی هستیم که با حضور خودشون در حزب به بالا رفتن کیفیت اون یاری برسونن. من از واژه نیازمند استفاده کردم. ما حقیقتاً نیازمند عضویت این دسته از افراد هستیم. اگر بتونن در واقع با میزان تاثیرگذاری خودشون کیفیت حزب رو بالا ببرن، فضیلت میهن‌پرستی رو به جا آوردن، شرط میهن‌پرستی رو به جا آوردن، ولی هموندان حزب هم سپاسگزار خودشون کردن. ضمن اینکه به غنای کار تشکیلاتی در عرصه سیاست ورزی ایرانی هم کمک میکنن. نکات آخر رو بگم، یادم میاد وقتی با رفقایی که الان برای پایه‌ریزی حزب مشورت میکردیم و در جلسات آغازین گفتگو میکردیم، تأکید مؤکد داشتیم که اعضای هیئت مؤسس جایی که به خودشون الغاق خاص حزبی بدن و با عناوین پرطمطراق ولی کم‌مایه در رسانه‌ها حضور پیدا کنن، بایستی به سادگی خودشون رو عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست بنامن. در وبسایت حزب اگر تشریف ببرید، پای نام همه اعضای هیئت مؤسس نوشته شده عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست. چرا؟ تا یادمون باشه که ما در حزب ایران نوین گرد نیومدیم که خودمون رو آقای دبیرکل و خانم مدیرکل بنامیم، بلکه بایستی تلاش کنیم پایه‌های کار حزبی رو تقویت کنیم در این حزب تا بتونیم
هم به مسیر سرنگونی نکبت 57 یاری رسونیم و هم بتونیم در دوره استقلال نظیر نوین در ایران به عنوان یک حزب به استقرار حکومت قانون یاری برسونیم و به مدد ساختار تشکیلاتی و حزبی و مدرن از پوپولیسم و بی‌ثباتی سیاسی که خاص دوران استقلال هست تا به سهم خودمون جلوگیری کنیم. من در واقع بر این اساس کنگره نخست حزب ایران نوین رو تجلی دو مسئله می‌بینم: یک، تکامل تشکیلات، دو، تعهد تشکیلات. این تکامل رو به مخاطبان و حامیان گرانقدر خودمون نشون میدیم و در امتداد این نشانگری این تعهد رو هم میدیم که مسیر تکامل رو تداوم میبخشیم. ما افتخار میکنیم سرباز نجات ایران باشیم و اگر همت حامیان و مخاطبان گرانقدر یاریگر ما باشه، چرا که بهتر نکنیم برای نجات و احیای میهن باستانی خودمون سربازی کنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که من تمام کرد. مرسی علی رضای عزیز. فکر میکنم که حرف خیلی ها رو زدی و دیگه حتی یک جمله هم نمیشه اضافه کرد. به نظر من میتونیم صحبت ها راجع به خواستگاه حزب ایران نوین، راجع به خود حزب و کارهایی میکرده رو همینجا تموم بکنیم و وارد صحبت دیگه ای بشیم که خیلی ها دوست دارن بیشتر ازش بشنون، که حال عملی چجوری میشه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، چگونه میتونیم به اون سمت، البته که با سازمان همونجوری که مهران عزیز گفت، همونجوری که علیرضا گفت، با تشکیلات به اون سمت رفت، اما کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. فضای سیاسی ایران امروز فضای میتونیم بگیم عجیبی است. واژه دیگه بغض عجیب نمیشه واسش استفاده کرد. چرا که وقتی ما راجع به فضای سیاسی حرف می‌زنیم، کشوری که دموکراسی مستقر شده، همه راجع به احزاب صحبت میکنن و همه راجع به فعالان سیاسی که در قالب یک حزب سیاسی فعالیت میکنن. اما در فضای سیاسی ایران امروز ما از افرادی ممکن صحبت بکنیم، بگیم فعال سیاسی که عقبه‌اش هیچ حزبی نیست، هیچ تشکیلاتی هم حتی نیست. ما ممکن از افراد مستقلی بشتیم صحبت میکنیم، میکنن و میگن طرف فعال سیاسی است اما نه در چارچوب یک حزب. و این یک خطری است، به نظر من یک خطری است، هم برای امروز هم برای فردا. اینکه ما افراد مستقل و مبارز رو، همونها رو فعال سیاسی بدونیم که دو روز دیگه میخوان به عنوان مثال در مجلس با بقیه به دیالوگ دموکراسی بپردازن. برای شما بتونیم در یک سازمان مثل یک مجلس ملی با دیگران دیالوگ دموکراسی داشته باشید، اگه از حزب عبور نکرده باشی، چرا که کار تشکیلاتی کار آسانی نیست. من فکر کنم همبندانی که در دفاتر کمیته اجرایی کمیته مرکزی هستن میتونن گواهی بدن که جلسات متعدد، مشکلات تشکیلاتی، ارتباطات چقدر کار پیچیده‌ای هستش. و اگه کسی اینها رو عبور نکرده باشه و یک راست وارد مجلس بشه، اون فرد اون دیگه از دموکراسی، از دیالوگ، از صحبت داره رو نداره و خطر هم همونجاست. ما اگه ببینیم ممکن در خیلی از کشورهایی که ممکنه ظاهر دموکراتیکی دارن اما دموکراسی نمیتونه مستقر بشه، این ایرادو ببینیم. چرا که تحزب پای دموکراسی است. برای اینکه احزاب بدون لکنت زبان خواستشون میگن، پنهان نمیکنن، بدون لکنت زبان از خواستشون حمایت میکنن. ما امروز گفتیم که یکی از اهداف رسانه حزب اینه که ایدئولوژی سیاسی ما رو پروموت کنه، ایدئولوژی سیاسی ما رو به بقیه بفروشه. بذارید من از همین واژه استفاده کنم، چون کار سیاسی یعنی این. و اگه ما اینو درک نکنیم و مردم اینو متوجه نشن که کار سیاسی و تحزب فرای این هستش، ما اون خطر رو به دنبال داریم که کسانی که از این مرحله میخوان میونبر بزنن وارد جایی بشن که تجربهشو نکردن. و بایستی ما بخواهیم و آرزو بکنیم که رقیبان سیاسی ما، اونایی که ایدئولوژیشون موافق ما نیست، هر چه سریعتر اقدام به تأسیس حزب بزن. اگر حزبی از گذشته دارند و احتیاج به بازبینی داره، اگر حزبشون خیلی کلاسیک است، اگر هر اتفاقی میخواد بیفته امروز وقتش هست و باید که اتفاق بیفته، نگذاریم به فردایی که جمهوری اسلامی سقوط کرده و ما
چند نفر هستیم که میبینیم که ادعای سیاسی میکنن ولی بدون اینکه تجربه تشکیلاتی داشته باشن، تجربه تعصب داشته باشن و بدون اینکه بدون اصلا تعصب یعنی چی. ما در حزب نوین از برنامه‌هایی که داریم این هستش که بعد از اینکه خودمون به یک درجه ای از اون ثبات تشکیلاتی برسیم، کادر سازی همون انجام بشه، بریم مرحله آموزش تعصب به طرفداران خودمون. من گفتم طرفداران خودمون، نگفتم ملت ایران. این رو از همون نکاتی هست که به نظر من بایستی جا بندازیم. هر حزب طرفداران خاصی داره. اگه یک حزبی ادعا بکنه طرفدار من همه مردم ایران هستم، اون حزب به صراحت هم حزب فاشیستی است یا حزبی هستش که ایدئولوژی بر خود و ایدئولوژی داره. یک حزبی که مرام سیاسی داره، ما اگر میگیم ما حزب لیبرال هستیم، راست میانه هستیم، ملی‌گرا هستیم، فاکتورهاش مشخص است. کسی که اعتقاد به عنوان مثلا کمونیست کارگری داره، خب هیچ وقتی در حزب نوین جایی نداره، چون اصلا با مرام سیاسی تطابق نداره و میخواد حضور داشته باشه. این نکات به نظر من خطرهایی هستش که فضای انقلابی رو تهدید میکنه، صرفا فضای سیاسی و دموکراسی نیست. ما از امروز چرا تو صحبت شاهزاده پهلوی هست که از امروز شما تعصب رو تمرین بکنید، از امروز شروع بکنید؟ چون که کاری سخت. ما امروز اولین قدم رسمیمون رو برداشتیم ولی میدونیم که چه راه سختی رو میخوایم پیش ببریم. در صورت فضای سیاسی ایران به نظر من یه مقداری دوچار بدفهمی است امروز و وظیفه ماهاست که اینو بفهمونیم که کار سیاسی یعنی کار تشکیلاتی در قالب یک حزب سیاسی با همه مشخصاتی که خودش داره و خارج از اون نبایستی کسی فعال سیاسی به نامی، میتونیم بگیم فعال مدنی، میتونیم بگیم مبارز با جمهوری اسلامی، میتونیم هر عنوان دیگه‌ای بگیم، ولی فعال سیاسی رو و فعال حزبی رو خصوصا بگذاریم در اون کسایی که در اون به هر حال در کشورهای که دموکراسی مستقر شده خیلی وقت‌ها شما از یه طرف بپرسی فعالیت روزانه‌تون چیه، میگم من برای حزب وقت می‌گذارم. این رو هم بایستی جا بندازیم و بتونیم ما تو حزب نوین با رصدی که کردیم تو فضای سیاسی متاسفانه زیاد نیستن و ما بازم بزن ادعا بکنیم، اون روز ادعا کردن دیگه، ادعا میکنیم که میخوایم اولیش باشیم که بعد از خودمون بیاییم این تعصب رو در کلاس‌های آموزشی به طرفداران خودمون آموزش بدیم. در صورت من فکر میکنم بحث سیاسی رو میتونیم اینجا برای امروز تموم بکنیم، بریم سمت اینکه حالا واقعا همه این حرفا اول باید جمهوری اسلامی ثابت بشه و هزینه رو مردم تو ایران میدن. ما به عنوان مثال دیدیم که تا همین خیزش انقلابی سال گذشته با چه جنایتکارانی برخورد داشتیم و یکی از جنایتهایی که میکنن به عنوان مثال شلیک به چشم عزیزانی بود که در خیابون بودن و خوشبختانه اینجا ما جناب دکتر امیر پرستار داریم که اینجا در خدمتش هستیم، میتونن برای ما از تجربه‌ای که این مدت داشتن برای کمک به مجروحان چشمی در قالب حلقه مونیخ و کلینیکی خودشون حالا بیشتر توضیح میدن و افتخاری داریم که جناب پرستا رئیس کمیسیون پزشکان دفتر مطالعات استراتژیک حزب نوین هستن و امیدواریم که بتونیم بیشتر این رو پیش ببریم. از شما تشکر میکنم اگه لطف کردین و در خدمتتون هستیم. ممنونم. با تشکر دوباره، من این بخش باز بخش تعریف داستان در واقع خدمتتون اول دو مطلب رو توضیح بدم. اول اینکه توضیحاتی که در مورد صدمات چشم و اعتراضات خدمت میدم در کادر فعالیت ایران نوین نبوده، قبل از اون بوده، من هر روز هم نبودم اون موقع و خب تا امروز هم ادامه داره. و توضیح دوم اینه که به خاطر اینکه من بتونم عمق فاجعه رو نشون بدم چند تا از تصاویر مریضام آوردم، ممکنه دلخراش باشه براتون و از این نظر معذرت میخوام. به حکم ادب یک مقدمه برای معرفی خدمتتون میخواستم ارائه کنم برای خودم و میونیک سرکل چی هست از کجا اومده. من امیر مبارز پرستا متولد 1350 تهران هستم، از بچه های اکباتان هم هستم. من امروز یاد همکلاسی قدیم هم آقای بابک خرم‌دین اومد که ما در واقع در یک کلاس یک نیم کرد بودیم. من پدرم در ایران فعالیت سیاسی داشت، زندگیات دکتر محمد جواد پرستا. روی شاد. تشکر. میبخشید تازه است.
و در به خاطر فعالیت پدرم برادر بزرگم مجاهد پرستا در سال 1359 در یک حمله جمهوری اسلامی چشم چپش رو از دست داد. شاید یکی از دلایلی که من چشم زخمی شدم این بوده. و فعالیت من به عنوان چشم پزشک، من مدیریت مرکز چشم و مرکز پزشکی میونیک مت رو دارم و در دانشگاه مونیخ و دانشگاه ابن سینای دوشنبه در تاجیکستان تدریس میکنم. برنامه تاجیکستان برنامه‌ای که ما با کمک مالی سازمان سلامت بین الملل تونستیم اون بخش تعلیمات پزشکی تاجیکستان رو که واقعا تقریبا میشه به صفر رسیده بود دوباره بازسازی کنیم. این نمای جدید دانشگاه پزشکی تاجیکستان با نمای اولی سینا و معماری که از معماری قدیم ایران الگو گرفته شده، این عکس رو فقط برای خاطرات از براتون آوردم. میونیک سکر چیست؟ از کجا آمده؟ خدمت شما شد که در روزهای اول انقلاب مهسا من و چند تا از دوستانم در مونیخ که همه کارآفرین هستن و واقعا بزرگانی هستن که افتخار دارم با دوستی باشون جمع شدیم و از خودمون پرسیدیم که ما میتونیم چیکار بکنیم و دغدغه اول ما این بود که از این نظر واقعا عصبانی بودیم که چرا یک فردی مثلا آقای طباطبایی باید مشاور وزارت امور خارجه آلمان باشه، چرا باید ایشون نماینده ایرانیان خارج از کشور باشه و یک حقیقت آلترناتیو رو به دولت آلمان بده. خب دوستان همه سیاسی هستن، هر کدوم در احزاب ایرانی تبار هستن یا ایرانی هستن، ولی خب در احزاب سیاسی هم کار میکنن و گفتن خب ما میتونیم در خودمون یه مجموعه داشته باشیم که مخاطب باشیم برای این جامعه میزبان، کلمه بسیار زیبایی، و بتونیم این حقیقت واقعی رو در مورد ایران به جامعه میزبان اروپا انتقال بدیم. به این دلیل ما این سازمان NGO رو به عنوان میونیک سرکل ایجاد کردیم که بیشتر کارمون اطلاع رسانی به زبان خارجی، یعنی به زبانهای اروپایی باشه برای اطلاعات رسانی حقیقت به جامعه میزبان. البته این کار خوب پیش رفت. بعد از مدتی مسئله جراحت‌های چشمی در مبارزات انقلاب مهسا اتفاق افتاد. خب به خاطر رشته من یه مقدار ما بیشتر به این بخش واردتر شدیم و قدم‌های بعدی بود که چون ارتباطاتی با وزارت امور خارجه برقرار کرده بودیم، این ارتباطات هم خیلی سریع جواب داد و واقعا ما تقریبا میشه گفت یه مقدار یه خط اطلاعات برای وزارت امور خارجه آلمان شدیم. از این کانال تونستیم استفاده کنیم برای گرفتن ویزاهای انسان دوستی برای دوستانی که تحت تعقیب بودن و مقدار زیادشون یا در اقلیم کردستان یا در ترکیه به صلاح اونجا گیر افتاده بودن، در واقع چون اونجا از لحاظ چسپرسکی هم سرویسی وجود نداشت که بهشون برسه. یه مقدار خب من خودم رفتم ترکیه و سعی کردم اونجا کمک کنم. یه مقدار ما از طریق وسایلی که در خدمتمون بود، یعنی مثلا عکس واتس اپ، گرفتن پرونده، تلفن، چشمتون چطوره، غیره، این دارو رو میتونید تهیه کنید. دوستانی که در ترکیه زحمت کشیدن داروها رو تهیه میکردن میبردن به دوستان میرسوندن، تا اینکه کم کم اینها رو تونستیم به مونیخ برسونیم. خب مسلما مسئله مسکن مطرحه، مسئله خانواده مطرحه، بعضی از خانواده خب بچه دارن، هر حال اینا همه باید یه جوری ساپورت بشه که این ساپورت رو ما تونستیم با کمک رایزنی میونیک سرکل و تقریبا میشه 90% از منابع مالی خودمون از طریق کارآفرینان و منابع مالی که شخصا خرج کردیم در این مورد بتونیم به کار بکشیم و این عزیزان رو نجات بدیم. در مورد درصد صدمات چشمی تقریبا میشه گفت در اون ماهای روزهای اول از طریق کانالهای مختلف، پارسیمت، مهسا، غیره،
فایل های بسیار زیادی به دست ما رسید و ما در میونیک آی تقریبا یه مرکزیت پیدا کردیم که مثلا من دو سه تا مصاحبه با من و تو داشتم اونجا، ما شماره واتس اپ گفتیم که هر کسی جراحت چشمی داره میتونه با ما در ارتباط باشه. در نتیجه فایل های بسیار بسیار زیادی به دست ما رسید که بیشترینشون تقریبا میشه گفت یک سکند اپینین میخواستن که آیا درمانی واسه ما وجود داره. خب یه سری هم واقعا مشکل امنیتی داشتن یا در ترکیه بودن و باز این رو ما از طریق میونیک آی به میونیک سرکل انتقال دادیم که بتونیم این عزیزان رو فقط مسئله چشمشون نیست بلکه خطر جانی رو از بین ببریم. جالب اینه که من آمارهایی که دستم اومد یکی از Iranian Human Rights Watch بود که IHR مورد آسیب چشم با 138 مورد از جمله 8 کودک زیر 18 ساله و 28% زنان و 22% بینایی از دست دادن رو درج کرده. ما در مونیخ 100 کیس دیدیم و این 100 کیس البته خب دلیل یه عدد دقیقی نیست چون در این 100 کیس کیس های تکراری هم بوده 100% و بعضی هم بودن که واقعا دست خورده بودن، یعنی می دیدیم که کیس روی کسی دیگه گرفته، اسمش رو عوض کرده، اسم خودش رو گذاشته به خاطر اینکه مثلا بتونه اقامت بگیره. از این کیس ها هم داشتیم ولی خب به ندرت بوده، ولی مجموعا یا معدلش همون 100 کیس بوده. در این مورد یک نفر زیر 18 ساله داشتیم و 30% زنان بودن در مورد ما، کیس های ما، و میشه گفت تقریبا حداقل یک چشم نابینایی در این کیس ها دیده شده. در اسلاید بعدی نوع صدمات رو میخواستم خدمتتون نشون بدم. در کیس هایی که ما داشتیم 75% صدمه ساچمه‌ای بوده، تقریبا میشه گفت 100% عمدن، 100% فاصله زیر 20 متر اینطور که دیده میشه، و 25% پینبال بوده که البته مناطق خیلی فرق میکنه، یعنی در واقع در بخش کردستان بیشتر فقط ساچمه ما دیدیم، در بخش تهران پینبال بوده و ساچمه، یعنی شاید بیشتر بشه گفت پینبال بوده در اونجا. نوع صدمات بسیار بسیار فجیعه به خاطر اینکه مخصوصا این صدمات ساچمه‌ای در تمام جمجمه، سر، پوست، مغز وارد شده. دغدغه این عزیزان در بسیاری از موارد اینه که این ساچمه‌هایی که در مغزشون هست و در پوست هست به کجا میرسه که در واقع از لحاظ جراحی و پزشکی تقریبا میشه گفت غیر ممکن اینا رو خارج کرد و آسیب هایی که با خارج کردنشون ایجاد میشه خیلی بیشتره. ولی من متوجه شدم که این دغدغه یه مقدار دغدغه روحی هم هست، یعنی شما احساس میکنید که یک جسم خارجی دشمن تو بدن شما نصب شده و این یه چیزیه که واقعا از لحاظ روحی آزار بسیاری میده. بنابراین ما شروع کردیم وارد تیممون روانپزشکان و همکاران روان درمانی رو اضافه کنیم، چون احساس کردیم این مسئله ای که فقط مسئله بافت و چشم و جراحی نیست بلکه باید بیشتر به این دوستان کمک کرد. زانیار تندرو رو میبینید، یکی از مریضان بسیار بسیار عزیز منه که یک چشم از دست داده شده و متاسفانه چشم راست رو خوشبختانه تونستیم نجات بدیم، دید تقریبا به 100% برگشته و خارج از خطره. چشم چپ رو متاسفانه من در هفته های آینده مجبورم که تخلیه کنم و پروتز سازی کنیم، چون که فعلا فقط مشکل درد و نابینایی که به هر حالت داره، ولی مشکل درد باعث این شده که ما این چشم رو مجبوریم که تخلیه کنیم و پروتز سازی کنیم تا نمای بیرون. ایشون خب 18 سالشه، باید نمای بیرون صورت خیلی خیلی مطرحه و این خیلی اذیتش میکنه. با پروتز سازی که واقعا میشه چشم رو جوری ساخت که حرکت کنه و از بیرون محسوس نباشه که پروتز، این کار خواهیم کرد. خب اینها برحالت در تقریبا میشه گفت 100% کیس هایی که ما داریم برگرداندن بینایی تقریبا غیر ممکنه، چون این خیلی فجیع بوده و به نابودی رسیده و ما اغلب خوشحالیم که بتونیم این ارگان و گوی چشم رو فعلا حفظ کنیم یا نمای خارجی رو به حدی برسونیم که از لحاظ نما خوب باشه و حداقل به درد نرسه یا چشم دوم به خطر نرسه.
و سامان رو میبینید اینجا که بسیار واقعا خیلی خیلی قوی با این مسئله تا میکنه، به بقیه بچه ها روحیه میده. خب اینا الان همه در یک ساختمان هستن، ما یه ساختمان رو تهیه کردیم برای این کار و واقعا یه کار گروهی هم با هم انجام میدن، یعنی واقعا یه مقدار از این کار روان درمانی رو خودشون با هم دیگه دارن انجام میدن و شاید هم احتیاج به زیادی به ما ندارن. الگوی صدمات در ساچمو پینتبال نسبتا شبیه هم دیگه هستند و ساچمو خب یه مقدار شدیدتره، بخاطر اینجا قطع عصب بینایی هم داریم. در پینتبال تا حالا قطع عصب بینایی نداشتیم، ولی متلاشی شدن گوی چشم 100% به نابینایی میرسه، همونطور که در عکس خانم مرسد شاهینکار دیدید این پینتبال بوده و معمولا خب شکستگی استخوان هم هست که این رو در درمان اول در ایران معمولا انجام ندادن، ولی خب ما باید بعدش انجام بدیم که چشم افتادگی در داخل نداشته باشه. وضعیت درمان پس از یک سال این بود که نابینایی به تعبیر قانون یعنی دید زیر 5% تقریبا در 100% آسیب دیدی کان دیده میشه در اون چشم، بیشترشون در یک چشم، چند مورد هم داریم که متاسفانه در هر دو چشم اتفاق افتاده. در 80% تونستیم ما عضو رو حفظ کنیم، البته من میگم ما یعنی کادر درمانی، چون باید گفتش که این هموطنانی که در ایران در کادر درمانی مخصوصا بیمارستان چشم تخصصی تهران، اصفهان، تبریز و شیراز، اینها مراکزی بودن که واقعا خیلی زحمت کشیدن. توجه بفرمایید که یه همچی آسیبی یک اتاق عمل رو تا 3 تا 4 ساعت بلاک میکنه و 4 تیم معمولا باید کار کنند که همچی آسیبی رو بتونن ترمیم کنن. و مشکلی که این عزیزان داشتن یه مسئله مشکل امنیتی بوده، ولی مشکل خیلی خیلی بیشتر اینه که سیستم ایران نتونسته، یعنی هیچ سیستمی نمیتونه که این مقدار تیراژ بالای آسیب دیدگان چشم رو در یک فرصت کریتیکالی که شما بیشتر ندارید تا اینکه به داده این چشم برسید بتونه تا حدی جواب بده. و واقعا من مغرورم و غرور می‌بازم به همکاران ایران که تقریبا در تمام کیس‌هایی که من دیدم اصلاً واسهشون مهم نبوده که خطری واسهشون داشته که این مریض‌ها رو قبول کنن و جراحی کنن یا نه، و به دین پزشکی خودشون اعمال کردن و انجام دادن. ولی خب باید گفت در بسیار موارد نمی‌شده بیشتر از این کار کرد و خب این مریض ها احتیاج فالو آپ دارن، باید هر ماه بیان. خب اینا به خاطر دلایل امنیتی نمیتونستن هر ماه بیان، هر هفته بیان، یعنی اون عمل اول انجام داده شده، ولی اون که بعدا به داده این چشم برسن و بتونن درمانش کنن که نجات پیدا کنه به دلایل امنیتی دیگه ممکن نبوده، برای اینکه خیلی ها مجبور شدن که خب بالاخره مرز رو از مرزهای غیرقانونی کشور رو ترک کنن و غیره. پروتز با حفظ اندام 5% بیشتر نیست، یعنی ما میتونیم پروتز رو چشم نابینا بذاریم، یعنی خود روی چشم رو نگه داریم و پروتز رو روی این بذاریم، 5% بوده. یک مسئله بسیار مهم اینه که رهایی دامی از درد باشه بدون درمان، این رو فعلا فقط 5% دارن، بقیه درد دارن و احتیاج به درمان ضد درد دارن و مراقبت های مشترک روان درمانی و روان پزشکی در 5 مورد واقعا لازم. اینجاست که من میخوام از همکارانم و عضوهای مؤسسه میونیک سرکل، آقای دو رؤسای میونیک سرکل، آقای علی خسروشاهیان پسر خسرو خسروشاهیان پدر دوبله ایران تشکر کنم، آقای فرهید حبیبی، ایشون هم پدرشون خلبان بودن و در این قیام نوژه شریک بودن، ایشون هم البته خلبان هستن. اینها دوستان مختلفی دارید، اینها همه کار داریم، اینها همه کارآفرین هستن، آدمای بسیار بسیار دوست داشتنی و قوی و اهل عمل. این دو عزیزان هستن که تمام کارها رو ارگانیزه میکنن و مخصوصا آقای خسروشاهیان که رابطه مستقیم ما با وزارت امور خارجه آلمان هست،
که ایشون به عنوان یک کارشناس واقعا به رسمیت شناخته شده، که تمام کسایی که از ایران میاد دایره ایران در وزارت امور خارجه آلمان اول آقای خسروشاهیان مطرح میکنند تا قبل از این وزیر که تصمیم بگیرد. خیلی ممنون، تشکر از وقتتون. من احتیاج دارم تشکر بکنم. صحبتی که گفتین، هر کسی که این فیلم و این صحبت ها رو ببینه حتما به شما افتخار میکنه با هر یک ایرانی زحمتی که میکشید، و امیدواریم که بتونیم این مسیر رو هممون حداقل در حد توانمون، هر کدوم قطعا توان شما و تیمی که ساختید چیز دیگری است، پیش ببریم و زودتر از همه شاهد این باشیم که این اتفاق برای جوان ما تو ایران نیفته، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، دوران گذار دوران آرامی باشه، شاهد یارکشی خیابانی نباشیم، به راهش تمرین تعصب و دموکراسی و دیالوگ دموکراسی که به یارکشی خیابانی منجر بشه، و جز وظیفه و احساس مسئولیت چیز دیگه نداریم ما در حزب ایران نوین، و اینکه خیلی به حال مفتخریم که شما بین ما هستید در حزب ایران نوین. آقای دکتر رضا عرب عزیز به عنوان کسی که یه مدتی در دفتر مطالعات استراتژیک با تو صحبت خودش هم بود، بررسی می‌کردند وضعیت انقلاب رو، من فکر می‌کنم بهترین کسی هستن که میتونن برنامه امروز رو راجع به موضوع صحبت بکنن و برنامه رو تموم بکنیم، و ما پنل بعدی خواهیم داشت. بعد صحبت ایشون یه بریک کوچولو داریم تا بتونیم صندلی‌ها رو بذاریم، شما یه استراحتی بکنید، و بعدش هم که دیگه دوربین ها قطع میشه و سعی میکنیم جمع خصوصی خودمون اینجا صحبت بکنیم در پنل، که اسم پنل هم هستش که راه های پشتیبانی عملی از انقلاب ملی. با دکتر رضا عرب عزیز جلسه امروز رو، جلسه بخش باز امروز رو به پایان میبریم. مرسی رضا. با درود خدمت حاضران، هموندان و مهمانان گرامی، من در انتهای پنلی هستم که هم سخنرانی بسیار تاثیرگذار بود، هم باشکوه بود سخنرانی صبح، و من از بعد گفتم اینکه بیشتر از رو میخونم، امیدوارم ببخشید. من در این بخش در خدمتتون هستم. حالا قبل از اینکه حالا برنامه عمومی تموم بشه یه سری نکات رو بگم و بعدش حالا بحث ادامه پیدا خواهد کرد در باب اینکه نقش حزب ایران نوین در سرنگونی جمهوری اسلامی چیست. مختصری از کمیسیون انقلاب بگم که خب تأسیس شده اخیراً و مشغول کاره، و همچنین چشم‌انداز پیش رو. اولی سوالی که معمولاً در این باب به ذهن میاد اینه که لوازم و لازمه یک انقلاب چیست، و بیشتر وقتها هم در جواب به چنین سوالی اکثر افراد دو تا مؤلفه رو سریع نام میبرند که حقیقتش رو بخواهید یادگار لنین هست و بلایی که بر سر روسیه و قرن بیستم آوردن. مؤلفه اول میگن پایینی ها نخواهند، مؤلفه دوم بالایی ها نتوانند. آنچه که این فرمول در واقع عرضه میکند، اولا نسخه ای برای ارج و مرج و فلاکت که خب مارکسیست قراره به طور عادلانه تقسیمش کنه، و دوم ترویج ساده انگاری است در باب سازماندهی و بسیج در کنش انقلابی. اینکه پایینی ها نخواهند تقلیل دادن انقلاب به یک بحران به صرفا یک بحران نارضایتی و فقدان مشروعیت. حکومت های فاقد مشروعیت هم کم نیستند، از همین جمهوری اسلامی بگیرید تا جمهوری سوریه و دیگر حکومت های منطقه برای مثال. اینکه بالایی ها نتوانند هم فقط در فقدان کارآمدی دستگاه سرکوب نمود ندارد، بلکه سقوط ناگهانی در دستگاه اداری رو هم در بر داره و بحران های متعددی که در زندگی روزمره شهروندان ایجاد خواهد کرد. ویرانگری یک انقلاب معمولا نسبت مستقیم داره به نزدیکی تصور رهبران انقلاب به این راهنمای انقلابی که لنین ارائه می‌کند. مثلا به 57 بگرید و نتایج فاجعه‌بار این نگاه رو بهتر دریابید. تفاوت کار امروز چیست
انقلاب ملی یک انقلاب صرفاً براندازانه نیست، انقلابی احیاگرانه است. یعنی براندازاننده نظمی است که خلاف مسیر رشد تاریخی ایران است و می‌خواهد بازگردد به تداوم در مفهوم ایرانیت و تحقق آرمان‌هایی که در مشروطه به اوج خود رسید و در دوران پهلوی در حال تحقق بود. انقلاب ملی احیای روحیه ملی ایرانیان است برای زدودن حکومتی غیرملی و برپایی حکومت قانون دموکراتیک. این گونه است که هدف انقلاب تشکیل دهنده رویکرد ما به انقلاب است. انقلاب برای ما عرصه جنگ نیست، بلکه صحنه است که ایران را نجات می‌دهد. انقلاب برای ما جنگ نیست، بلکه سازماندهی تشکیلاتی از اهل فن و سیاست ایرانی است تا نقشی بسزا در مسیر سرنگونی ایفا کنیم و قابلیت عرضه راه حل‌های مشخص داشته باشند برای تبلور اراده مردمی که خواهان رفاه ایرانیان هستند به شروع ایران. از این روز که این حرکت انقلابی هم درگیر در نظر گرفتن شکستن ستونهای حکومت مستقر است و هم به شدت درگیر در خلق تصویری از برساختن نظم جدید، وگرنه بسیاری از انقلاب‌های دنیا برعکس این عمل می‌کنند و فقط بر ریزش نظم مستقر تمرکز می‌کنند. دفاتر هشتگانه حزب ایران نوین که خب صبح از همشون شنیدید، هر کدام کارویژه مشخصی در مسیر سیاست ورزی و سیاست گذاری حزبی بر عهده دارند. دبیران دفاتر همگی امروز صبح به تفصیل در مورد کارهایی که انجام شده و چشم‌انداز پیش رو سخن گفتند. اما ما در وضعیت سرنگونی و پیش از براندازی هستیم. مهمترین جنبه‌های سیاست ورزی حزبی برای ما همپیوند قرار می‌گیرد با پروژه براندازی و سرنگونی حکومت اسلامی. هماهنگ کردن پروژه براندازی با وظایف دفاتر حزب همچنین هماهنگی انقلابی بین حزب و هواداران حزب از یک طرف و دیگر سازمان‌های همسو از طرف دیگر نیازمند اتاق کنترلی در درون حزب بود تا پیروزی انقلاب ملی باید هماهنگی کوشش‌های ما در مسیر براندازی را بر عهده بگیرد. اساس تشکیل کمیسیون انقلاب در حزب ایران نوین از این رو بود که کمیسیون موقت باشد که زیر نظر مستقیم دبیر نخست ایجاد می شود و از شش جنبه مشخص به حزب ایران نوین به صورت کوششی هماهنگ در براندازی کمک خواهد کرد. اول، سازماندهی حرکت‌ها و اعتراضات خارج از کشور با تقویت شبکه‌ای از هواداران حزب و همراهان ایران دوست. اگر به تجربه تجمعات 16 سپتامبر سالگرد مهسا در سراسر دنیا توجه کنید، خواهید دید که گام اول این چنین هماهنگی سراسری با محوریت حزب ایران نوین از شرقی ترین نقاط نیوزلند و استرالیا تا غربی ترین نقاط آمریکا و کانادا برداشته شد. توان عملیاتی که ایجاد شده است و در حال تقویت است بیشتر و بیشتر به سمت ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی در خارج از ایران و بازتاب بی‌تعارف و بی‌سانسوری از صدای ایرانیان داخل کشور خواهد بود. دو، کوشش‌های متعددی از طرف دفتر روابط سیاسی و دیپلماسی حزب برای ایجاد راه‌های ارتباطی با دولت مردان و نمایندگان کشورهای مختلف شده است و همچنین برقراری کانال‌های با اندیشکده‌های غربی برای انتقال مستقیم صدای مردم. این کوشش ها باید به صورت کمپین های بین‌المللی ترجمه و اجرا شود. هماهنگی چنین کمپین هایی در خارج از ایران نیازمند بسترسازی مناسب و همکاری منظم و سازمانی در درون کمیسیون انقلاب است. در صورت فراهم شدن پیش نیازهای لوجستیک که در حال تدوین و آمادگی هستند، حزب حتی آمادگی و توانایی برگزاری جلسات ماهانه با سیاستمداران و اندیشکده‌های غربی را دارد. با امکانات کنونی و تا کنون، اما چندین جلسه از این دست در آلمان، سوئیس، بلژیک، ژاپن و دیگر کشورها تا کنون داشته. 3. کمیسیون انقلاب در حال حاضر 4 اتاق منطقه‌ای در خارج از ایران دارد و
و یک شبکه از همراهان حزب در داخل کشور. زیرساخت‌های امن تکنولوژیک برای اتصال کوشش‌های سراسری بین چهار اتاق و شبکه داخلی در حال انجام و نهایی شدن است. اتصال این شبکه‌ها توان عملیاتی بالایی در اختیار حزب ایران نوین در مسیر براندازی قرار داده و می‌دهد. چهار، شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در فضای عمومی ایران ایفا می‌کنند. کاربران توییتر به طور مشخص گفتمانسازی عمیقی در راه انقلاب ملی انجام می‌دهند. در مسیر یک انقلاب، سازماندهی دقیقاً به معنای ایجاد هویت واحد انقلابی است که در این انقلاب حول ایرانگرایی، وطن دوستی و 57 زدایی تبلور پیدا کرده است. در حال حاضر تنها رسانه رسمی حزب در سوشال میدیا که توسط دفتر رسانه مدیریت می شود، عهده‌دار ارتباط با مخاطبان حزب است. حزب ایران نوین در حال تدوین و فراهم کردن لوجستیکی برنامه دقیق در سازماندهی رسانه‌ای در جهت انقلاب است. هرچه بیشتر می رویم، اهمیت رسانه‌های جریان اصلی و دیداری در اثرگذاری در روند اثرگذاری در انقلاب کمتر می شود و نقش سوشال میدیا بیشتر می شود. ما با چنین نگاهی زیرساخت‌های تکنولوژیک رسانه‌ای‌مان را تبدیل می‌کنیم. پنج، باز هم در مربوط به استراتژی رسانه‌ای انقلاب در حزب، ما می‌دانیم که در ماه‌های آینده تکنولوژی‌های اینترنت ماهواره‌ای مثل استارلینک به طور چشمگیری گسترش خواهند یافت. سانسور اینترنت حداقل به شکل کنونی برای حکومت‌های استبدادی ممکن نخواهد بود. حزب ایران نوین استراتژی رسانه‌ای خود در انقلاب را با چنین روی کردی و با نگاه به توانمند کردن معترضین و شهروندان داخل به اینترنت ماهواره‌ای به سریع‌ترین شکل ممکن تدوین می‌کند. ششم، انقلاب‌ها در مسیر پیروزی نیاز به میانجی‌هایی دارند که به صورت ضربه‌گیر عمل می‌کنند. افراد، نهادها و گروه‌هایی که تجسم روح انقلابند و می‌توانند جلوی آسیب‌های بزرگ را بگیرند. فراگیری شعارهای ایرانگرایانه همچون ایران را پس میگیریم، جانم فدای ایران و شعارهای شمولگرایانه مثل زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی در سطح گفتمانی میتوانند آن ضربه‌گیر میانجی باشند. شخص شاهزاده رضا پهلوی و اعتبار نهاد پادشاهی در سطح رهبری و الگوی مدیریتی بخشی از آن ضربه‌گیر میانجی هستند. حزبی ایرانگرا و راست میانه همچون ایران نوین که شبکی از متخصصین و اهل سیاست را در خارج و داخل ایران به هم پیوند می‌دهد، نیز در سطح دیوانی شمایی از آن ضربه‌گیر در لحظه انقلابی را تشکیل می‌دهد. درست است که تا روزی که یک حکومت استبدادی رسما سقوط نکند، عملاً به یک معنا مبارزین آزادی‌خواه پیر موفق نبودند و سخت است گام‌هایی که یک به یک در مسیر پیروزی برداشتند را قبل از تحقق پیروزی به طور دقیق درک کرد و درک کنند. اما من و همکاران من در حزب ایران نوین امروز تلاش کردیم تا این لحظه در روز کنونی که نشان دهیم در همین 9-10 ماهی که از تأسیس حزب گذشته چه پیشرفت‌ها و دستاوردهایی در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته. باید خاطرنشان کنم که کنگره اول حزب میتواند نقطه عطفی باشد در گام‌های پیش رو برای سرنگونی حکومت 57ها و بازسازی ایران، اگر همه ایرانیان فعال به اهمیت کار تشکیلاتی و حمایت از آن پی ببرند. با حمایت ایران دوستان و ایرانیان سراسر کشور و دنیا، حزب ایران نوین میتواند آنطور که تاکنون نشان داده صورت متفاوتی از سیاست ورزی برای ایران را به همه عرضه کند، همانطور که تاکنون کرده است. من از همه هموندان حزب از تمام نقاط دنیا که با کوشش‌های خودشون در رسیدن ما به این نقطه کمک کردن سپاسگزارم. مسیر پیش رو ملهم از اتفاقات بسیار زیادی است. برای نجات ایران باید برای براندازی حکومت اسلامی کوششی همه جانبه کرد. پروسه فروپاشی حکومت‌های از جنس جمهوری اسلامی هم چند سطحی هستند و هم چند مرحله ای، تا آنطور که همه تصور میکنند به یک دولت موقت و ائتلافی برسیم. ما در حزب ایران نوین نشان دادیم که نه تنها به سناریوهای مختلف
مختلف برای براندازی و در براندازی میاندیشیم، بلکه توان آن را هم داریم که آنها را مدل سازی کنیم و برایشان آماده شویم. مسیر پیش رو روشن است و پیروزی از آن ماست. پاینده ایران. مرسی رضا، مرسی از همه دوستان. فکر میکنم تا بخواییم بریم یه استراحتی بکنیم 10 دقیقه فکر میکنم کافی باشه، قهوه بخوریم. دفتر رسانه حزب مجموعه از صحبت‌های شاهزاده در باب اهمیت تحزب تایید کردن که همینجور که پخش میشه میتونیم کم کم هم بریم به سمت استراحت 10 دقیقه ما تا ما هم اینجا بشینیم. مهدی اگه لطف کنی پخشش بکنید اینو که از کارهایی هستش که دفتر رسانه حزب ایران نوین انجام میده برای اهمیت. ما باید از حالا پایه های حزب کشورمون رو پرورش بدیم. من اتفاقا این رو من یه داستان رو میدازم که چندین سال پیش فکر کنم قبل از جریان جنبش سبز بود، یه سفری در آلمان داشتم، یه تعدادی از جوان ها اون موقع اومده بودم به دیدار من، بعدشون این مسئله رو مطرح کردم. گفتم ببینید برای من خیلی معماست این داستان، که خیلی از شماها باورمند هستیم بر یک پلتفرم حزبی، مثلا فرض کنید که سوسیال دموکرات هستیم. خب بعضیتون هم میگه ما لیبرال دموکرات هستیم، نظام آموزش کارتر هستیم. اما برای من جالبه که گرچه بر همون پلتفرم حزبی در اصل باورمند هستیم، ولی هنوز نتونستیم با هم توی اتاق بشینیم، بلکه یکیتون میگه من جمهوری خواهم بود، یکیتون میگه من مشروطه خواهم. سوال من از شما دوستان و بقیه همیهنانم اینه که ما همه این کارا رو مگه واسه این نمی کنیم که فردا در قالب یک نظام دموکراتیک بتونیم دولت‌های بعدی رو در اثر و نتیجه انتخابات ادواری به وجود بیاریم؟ آیا واقعا شکل نظام برای تو مهمه؟ اصلا گیرم که فردا رفراندوم شکل نظام هم تعیین کرد، روز بعد تو من چیکار می‌کنی؟ اصلا مشارکت شما به عنوان شهروندان اون کشور در آزمایش سیاسی از چه طریقی میتونه باشه؟ از همین عضویت در این حزب به هر حال بوده، ولی تو احزاب نباشن برایش فایده نداره، هر کاری میکنیم آخرش رو میدیم و مشارکت در کار سیاسی از طریق احزاب انجام میشه. نهایت ما بایستی پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم. رقابت حزبی با خاطر همین که همه سر همه چیز توافق ندارن دیگه، چگونه این رو رگولیت میکنه؟ این میزان تصمیمگیری چیه؟ سلام بدم تمام این کارا رو واسه این داریم انجام میدیم که خیلی بعد از اینکه مجلس مؤسسان تشکیل بشه، خیلی بعد از اینکه یه قانون اساسی تدوین بشه، خیلی بعد از اینکه بالاخره مردم بتونن فرم نهایی دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن و سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن و نوع نظام آینده که میخوان داشته باشن، روز بعد قرار چیکار بکنن؟ آخرین فاز بعد از دوره گذار که رسیدن به اون آینده انتخاب شده مردم هست، انتخاب اولین مجلس این نظام جدید خواهد بود. خب نمایندگان مردم به مجلس انتخاب میشن، ولی در آن واحد تا موقع احزاب مملکت تشکیل شدن برای که بتونن اولین انتخاباتی که نتیجه رقابت بین احزاب هست سر تشکیل دولت رو انجام بدن. تو تمام نظام های دموکراتیک اینه دیگه، اگه ما نتونیم پایه های حزب رو از حالا پایریزی بکنیم و تشکیلشون بدیم، اون روزی که میخواد انتخابات بزنیم نه حزبی خواهد بود که انتخابات برگزار بکنه، بعد چیکار میکنیم؟ اهمیت مسئله اینجاست. بنابراین من اتفاقا همیشه مشوق این بودم که هر کسی در بُعد ایدئولوژیکی و عقیدتی خودش قطعا میتونه برنامه‌ریزی بکنه، اما اکنون وقت رقابت حزبی نیست. بهش خواهیم رسید، به موقع فرض کافی جدال خواهیم داشت به همه جای دنیا، ولی برای رسیدن به این که اون شرایط رو فراهم بکنیم در کشورمون بتونیم انتخابات برگزار بکنیم، خب بس اول اون وضعیت رو فراهم بکنیم. اینجاست که میگم شما از هر عقیده و اندیشه که باشید، طرفدار هر شکل نظامی که باشید، اکنون در این مرحله در یک گفتمان دموکراتیک با یک بینش به یک آینده سکولار که درش گفتم حداقل اصولی که همه اونتون روش توقف بکنیم، بایستی امروز با علم این که فردا رقابت خواهیم داشت با هم، امروز با هم متحد باشیم و یک سبه
در گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به اون فازی که بتونیم این انتخابات برگزار کنیم. این تنها هدف ممکنی هستش که لااقل من همیشه روش متمرکز بودم. Erzählst du mir die mal? Ja, ja.